بینندگان عزیز، با سلام به شما، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که در پیش داریم اوقاتی بهتر، شادتر و پیروزتر در پیش رو داشته باشیم. اوقاتی رو که در پیش رو داریم شادتر باشیم. در صورت امروز این برنامه آخرین برنامه سال 2017 است و بنده هم بعد از اینجا دارم میرم یک مراسمی، به همین خاطر فوکل و کراوات زدیم. این فوکل تو ایران همین پاپیون رو میگفتن، فوکل، فوکل و کراوات. و وقتی اینو پوشیدم یاد یه آقای افتادم، فکر کنم فوت کرده، آقای مهندس شهابی. اونم در حد خودش یه دیوانه ای بود که میدونید هر کدوم از ما از دیوونگی یه رنگی رو برای خودمون انتخاب کردیم و اون هم برای خودش ماجرایی بود. میگفت من از طریق به اصطلاح ریاضی میخوام تو ایران انقلاب کنم، دوتا میشه چهار تا، پس آخوند نمیتونه حکومت کنه. خلاصه مرد و رفت و آقای فرهنگ حمیدم فیلمشو داره که جلو دورمی خوابش برده و اینها. ما چه چیزها، چه افرادی رو که ندیدیم در این چند سالی که تلویزیونای ایرانی رو باهاش آشنا بودیم و داشتیم و استفاده کردیم. و اما خبر خوب این که خوشحال شدم، گفتم شاید میگید آخر برنامه شماست. به این دلیل خوشحال شدی؟ اتفاقا هر سال میگم به مردم، میگم این آخرین برنامه منه. آخر برنامه بهشون میگم یادم رفت بهتون بگم این آخرین برنامه من در سال میلادی 2017 بود. خب تو که نیومدی، تو اگه میمدی برنامه میذاشتی من میرفتم کنار و این میکروفون رو و دوربین رو در اختیار افرادی جوانتر. شما یه نسل، فکر کنم نسل بعد من هستی و متاسفانه دو نسل بعد ما هم هستن توی ایران، یعنی ایرانی ها. هر نسل 25 ساله، اشتباه نکنید مثل اون آقایی که فکر میکرد هر 10 سال یک نسل. گفتم چی آقا، بچه ها 10 سالشون که میشه از بین میرن، نسل بعدی میاد. و دوستان لطف کنید برنامه های ما رو با دوستان خودتون شیر کنید و سهیم بشید. امروز جمعه هست، 8 دی ماه 1396 و برابر است با 29 دسامبر سال 2017 میلادی. یک شنبه 31 دسامبر هست و شبش هم یک برنامه آقای روزبه اردوان گذاشته و دور هم اونجا جمع میشیم. شما هم اگه خواستید و مایل بودید و اگر جا بود، چون میدونم که به اصطلاح جا نبود، اونجا بیاین و ساعاتی رو با هم خوش باشیم و با شادی و رقص و آواز بریم به استقبال سال 2018 میلادی. امروز خیلی خوشحالم، چندین خبر. یکی این که در ایران پلیس و گشت ارشاد گفتن ما دیگه مزاحم خانم ها نمیشیم به خاطر اینکه کم حجاب هستی یا بی حجاب هستی. حالا ببینیم که این بار برنامهشون چیه. لابد اینو گفتن که ملت حالا وقتی حجاب نپوشید دستگیرش کنن، بعد بگن ببین حالا ما گفتیم کم حجاب ولی شما بی حجاب شدی. یک ویدیویی رو از آقای روحانی دیدم، اتفاقا از این دوستمون مجید که خیلی سرش توی اینستاگرام و نمیدونم اینها هست، پرسیدم اگه این ویدیو رو میتونه برامون بفرسته بیاد تا دوشنبه برای شما پخش کنم. خیلی حرفای جالبی میزنه. حالا وقتی اینا حرف جالب میزنن نشون دهنده دو چیزه، یا اینکه دیگه واقعا دوزاریشون افتاده و چون آدمای زبلی هستن میخوان ماجرای شاه به سرشون نیاد، در به در نشن، ماجرای لیبی، اون آقای قذافی، ماجرای صدام، اعدام، اینها به سرشون نیاد، یا اینکه واقعا اینم جزوی یکی از برنامه‌ها و پدرسوخته بازی‌هاشونه. ولی توی ایران شلوغ شده. اتفاقا توی برنامه قبلی یه آقای آمد گفت آقا درباره اعتراضات مردم بگید. گفتم آقا هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. ما این برنامه رو سال‌هاست که روز جمعه رو پولشو گرفتیم یا پولشو میگیریم و فروختیم این ساعت رو به سازمان و کانون آوا، و کانون آوا از 3 روز پیش نوشته پرسشا اینه، مهمونا اینن و در این مورد صحبت میکنیم. حالا اگر تظاهرات شده در نیشابور، در مشهد، در شیراز، در اصفهان، اینا مسئول نیستن، اینا
نمیدونم رادیو خبر چی میگن خبرگزاری فلان نیستن، اینا یه سازمانیه از لحاظ خودش و اون چیزایی که میدونه میاد با شما صحبت کنه، ولی منی که اینجا به اصطلاح این برنامه رو دارم، ضمن این که منم وظیفه ای ندارم، ما هنوز وظیفه و خدمت رو نمیدونیم یعنی چی. من وظیفه ندارم که خبری رو که شما میخوای بیام بهت بگم یا بهت بدم. اتفاقا امروز ساعت 3 مصاحبه ای، نمیدونم اسم این مصاحبه رو مصاحبه غیابی بذارم، ولی خب هستش، آقای رضا زرابی مصاحبه سایبری بذارم، این اینترنت و فضای مجازی رو به انگلیسی بهش میگن سایبر، یا واقعا مصاحبه مجازی. مصاحبه مجازی میدونید شما وقتی میرید جلو آینه وای میسید شما حقیقی هستین، ولی تصویر شما اونجا توی آینه مجازیه، یعنی اگه مشت بزنین توش بله دست در میگیره، ولی صورت اون در نمیگیره. در هر صورت ساعت 3 مصاحبه میکنم، چون ایشون هم توی اون ویدیو یه جایی میگه که دوستان ایشون بهشون گفتن که چرا سوربی از رضا پهلوی ایراد میگیره، از مجاهدین ایراد میگیره، ولی از آخونده ایراد نمیگیره. گفتم برای اینکه شما وقتی ما ایراد میگیریم شما گوشتون بسته، شما خودتون رو عذر میخوام اینو میگم، مثل اسبای عصاری که این ور اونورشون میبسن، یا نه اسبای درشکه این ور اونورشون میبسن، اسبای عصاری که معمولا قاطر و خر و اینا بودن چشمشون رو میبستن کلا که سرپرک نگیرن، به قول شیرازی ها سرگیجه نگیرن، ولی اسبای درشکه و اینها برای که تو خیابون که میرفتن لابد آزار و اذیتی بهشون نشه و اینها، این ور اونورش فقط میبستن و دیدشون رو محدود میکردن. میگم آقا خانو بنده چه چیزی از این آخونده بگم که شما تا حالا نشنیده باشید؟ چه چیزی بالاتر از این که منی که کارمند دولت بودم 5 سال توی جنگ ایران و عراق، حتی جنگش هم رفتم، با وجود که سربازی من زمان شاه بوده، من دیگه سرباز نبودم، ولی رفتم داوطلبانه کمک کردم، کارخونه های یخ خسروآباد و آبادان و اینها رو راه انداختیم، شهرداری آب ور می‌داشتیم برای مردم می‌بردیم پخش می‌کردیم و اینها، 5 سالم موندم، ولی دیدم با این پدرسوخته‌ها نمیشه زندگی کرد، با این آخوندها نمیشه زندگی کرد، بلند شدم قید کار دولتی، غیر خونه نو، قید ماشین نو رو زدم، ول کردم اومدم، و از روزی هم که از ایران اومدم بیرون به هر کاری که شما بگی اینجا دست زدم. وقتی میگم هر کاری، هر کار به اصطلاح شرافتمندانه ای، تا بتونم خرجی خودم و همسرم و بچه‌هامو در بیارم، الحمدلله موفق بودیم. و حالا شما هی میگی من بیام مثل تلویزیون ایرانی آریایی فوش بدم به خامنه ای خمینی، اوکی آقا فلان فلان خامنه ای فلان فلان خمینی، ولی از یکیتون نپرسم چرا امروز خامنه ای اونجاست، نپرسم، چشم نمیپرسم، گوشتونو ببندید شما تو من از دیگران بپرسم. اگر رفتید دکتر امروز و دلتون درد میکنه، دلپیچ دارید، اسهال دارید، اولین سوالی که دکتر از شما میکنه چیه؟ میگه امروز چی خوردی؟ شما میگه از صبح تا حالا از بس دل درد داشتم چی نخوردم؟ آقا میگه دیروز چی خوردی؟ شما میگه آقا دیروز رفتم یک خوراک چربی خوردم. میگه آهان، اون خوراک چرب دیروز یا فاسد بوده یا چرب بوده، اونه که امروز شما به اسهال افتادی. دیروز شاه، اسهال کی؟ خمینی و خامنه اینها. راحت شدی حالا میتونیم برنامه رو اجرا کنیم. پس شد 2 تا خبر خوب. یه خبر خوب این که گفتن که توی فیسبوک هم گذاشتم در ساعت دوم نشون میدم، این که دیگه میخوان مزاحم خانم ها نشن، و من پیشنهاد میکنم خانم ها یه دفعه لخت و پتی نیان بیرون، بهانه دست اینا ندید، اینا یه مشت آدم احمق و دگمه، بنیادگرای فناتیک هستن، شما عاقل باشید بهانه دستشون ندید. خبر دوم این که شهرهایی در ایران شلوغ شده، مردم مرگ بر روحانی و نمیدونم اینا دارن پولای مملکت از بین میبرن، اینها رو دارن میگن، و امروز با آقای اردوان روزبه صحبت کردم، دعوتش کردم که سال 2018 اولین مهمان سال ما باشه، ایشون داشت برای من بحث میکرد و این موضوع رو باز میکرد که خوبه الان دارن درباره یه چیز عمومی صحبت میکنن، درباره گرانی، درباره نبود آزادی‌های اجتماعی و سیاسی، این عمومیه، ولی اگه یکی بیاد بگه آقا من از قیافه خامنه‌ای بدم نمیاد، ممکنه یکی بگه آقا نگاه کن مثل فیدل کاسترو اون خوشش بیاد، و باید بگردیم ببینیم چه چیزی رو عموم وجه مشترک داره. اتفاقا ایشون یک کلمه به خصوصی رو استفاده می‌کرد،
میگفت واژه کلمه یا کلمه واژه، من نمیدونم اینا بالاخره بیشتر از ما درس ژورنالیستی خوندن و وارد هستن و اینها، و با ایشون خواهم بود، سعی میکنم سال آینده با آقای سیامک زند باشم. ایشون نوشته بود که مریض، حالش خوب نیست، و گفتم که والا خود منم همین سرماخوردگی و اینها رو دارم و خیلی اوضاع خرابه، حالا نمیدونم دلیلش چیه. و اما کریسمس رو پشت سر گذاشتیم. کریسمس داستانی دروغ، پرواز 4 گوزن با یک پیرمرد چاق. ولی جای نگرانی اینه که اون سازمانی که مسئول نورد، مسئول فضا و نمیدونم ناسا و فلان اینا هست، اینا حالا اون شب برای که بخوان یه 5 هم مردم خوشحال باشن و صحبت کنن و بچه ها هم به این باور دروغ یه کمی باور داشته باشن، میگی که ما داریم رصد میکنیم، دنبال میکنیم، و آقای که این بابا نوئل داره را میفته، از فلانجا میاد با این درشکه و گوزنا داره پرواز میکنه و خجالت آوره. بدتر این که همزمان یه چیزی تو فضا بود، حالا یا شهاب بود یا چیزی بود، اینها میدونید الان گفتن که یو اف او اینا هم ممکنه، یعنی تا 90% دیگه حقیقی باشه و ما تنها نیستیم در این کهکشان ها و اونها هم هستن. یادتونه فیلم کهکشان ها دکتر اسمیت بود که بود خیلی میترسید؟ در هر صورت این آمدن گفتن که خب شاید این همون چیز بوده. بابا این رو ناسا و اینو نمیدونم این تلسکوپا و چی میگن این ابزرواتوری میگن چی میگن اینا نگاه کردن دیدن، و تو میای میگی این شاید سانتا کلاس بوده، خجالت آوره. بعد میگه حالا که هوا ابر شد اینا چجوری میبینن؟ میگه اینا مثل ماشینایی که فاگ لایت یادتونه ما تو ایران میگفتیم مه شکن، مه یعنی ماه، آسمان، مه یعنی اون غباری که بر وقتی که ابر میاد پایین و اینها، میگفتن مهشکن که معمولا یه نور زردی هست. بعد این میگفت که به همین دلیل این گوزنهایی که این هستن ریندیر به اینا میگن، دم دماغاشون چراغه که این مه جلوی سانتا کلاز یا بابا نوئل از بین بره. واقعا وقتی این مزخرفات آدم گوش میکنه، بعد ویدیوهایی که میفرستین شما دوستان میگید آقا ببین این آخونده چه مزخرفی گفت، میگم ناراحت نباش، این مزخرفات تو تمام ادیان وجود داره. پریروز داشتم یه فیلمی رو نگاه میکردم به نام Finding Jesus، یعنی بریم دنبال جیزس پیدا کنیم. میدونید که هر چند روزی بر اساس خواسته و نمیدونم اون دلایلی که خودشون دارن، اون حالا یا دیپ استیت یا اون 300 نفری که پشت این ماجرا هستن، چیزا رو عوض میکنن. یه روز میگن اینجا جیزس رو دادگاهی کردن، فرستادنش روی این صلیب. یه روز میگن نه اینجا نبود، یه کم اینورتر بود. سر اینا داشت بحث و اینا میکرد، ولی اون ماجرای جیزس یعنی همون عیسی مسیح، ماجرای باراباس، ماجرای اون رئیس دینی اون، و ماجرای تا امروز من نمیدونستم یه شخصی به نام پایلوت یا اون که تصمیم میگیره و زنش خواب میبینه که اصلا این جیزس بیگناه هست و بهش میگه کاری به این نداشته باشه، اینها همه اینها دلایلی هست که دوستان اینها رو ببینید. من نمیگم چون اینا خرافات دروغه شما نبینید، میگم ببینید، بشنوید، تماشا کنید، تحقیق کنید و ببینید که چی داره میگذره اطرافتون. توی برنامه قبلی حتما بهتون پیشنهاد میکنم نگاه کنید برنامه کانون آوا رو، اگه ندیدید هم روی فیسبوک هست هم روی یوتیوب قرار خواهد گرفت. این دوستی سوال میکنه که آقا چجوری میشه، حالا یه عده اسیر این سازمان شدن، جوان بودن رفتن، حالا راه در روی ندارن یا پیرن یا دیگه نه در غربت دلشون شاد و نه روی در وطن دارن، ولی چجوری میشه یه نفر مثل آقای غلام ترشیزی، مثل آقای فیلابی، مثل آقای علی، مثل آقای مهرداد اینا هوادارن در اروپا و آمریکا. خانم زهرا معینی میگه اینها حقوق میگیرن، سازمان اینا رو پول میده که اینا رو داشته باشه، نفرات هر وقت میخواد جمع کنه. من چون نمیدونم نمیگم، و گفتم که ببینید همونجوری که در این مملکت یه دروغگوی به نام ترامپ آمد با شارلاتانیسم اینجوری تونست مردم رو گول بزنه، فریب بده و هنوزم پاش وایسادن، خب این معمولی میشه و دیگه قابل قبول میشه. و اما از ترامپ شارلاتان براتون بگم، آخر سال معمولا end of the year یا year end نمیدونم نیوز یا مصاحبه و اینها میذارن. این از بس کارش خراب بود چون ماجرای مالیات و تکس و
اینها رو تصویب کرده بودن، گفت بهتر ما با همین خبر خوب بریم و مصاحبه نذاریم، چون اگه مصاحبه، یارانش بهش گفتن اگه مصاحبه بذاری اینا گیرت میندازن تو ماجرای روسیه به اصطلاح دخالتش در انتخابات و اینها. و این آقا هم آمد و بدون مصاحبه خداحافظ رفت به طرف فلوریدا. و از بس که توی این 11 ماه گذشته گلف بازی کرده، یعنی 85 روز در این 11 ماه و تعدادش بیشتر از 8 سال اوباماست، و کسی که میگه این همش میره گلف بازی میکنه، من بیام اصلا وقت ندارم، اینها دیگه پریروز مجبور شدن یه ماشینی رو کرایه کردن یا یه ماشینی که اونجا بوده مال همون منطقه‌ای که این هست مثلا دلیوری میکنه، بهش میگن باکس تراک یا مال میدیا، هرچی آوردن گذاشتن یه جایی که اینایی که دوربین دارن وایسادن جلو اینا رو بگیرن و این آقا پشتش بره گلف بازی کنه و عکساش نیاد بیرون، آبروش ریخته نشه. ولی این شخص چون آدم شالاتانیه و نادانم هست، کلاهبردارم هست، دیروز زور تصادفاً جایی که داشته نهار میخورده و اینها یه خبرنگار خیلی معروف مال نیویورک تایم اونجا بوده و این با وجودی که با نیویورک تایم مخالفه و همیشه بهشون میگه اینا فیک نیوز هستن، خبر دروغ درست میکنن اینها، نیم ساعت مصاحبه کرده. ترانسکریپت این نیم ساعت 18 صفحه میشه، من یه مقدارشو خوندم، یه مقدارشو امروز صبح و دیشب تو رادیو تلویزیونا گوش میدادم و برید ببینید که چه گندی زده. قشنگ میگه که اینشون میخواد دیکتاتور باشه، میگه که این میخواد قدرتش مثل شاه، مثل سلطان، مثل نمیتونیم بگیم مثل کوین و اینها، چون کوین و اینا قدرت قانونی ندارن، اونا فقط سیمبول چیز هستن، سمبول هستن. و مثل ولایت فقیه میگه که تمام این سیستم جودیشال دست منه، یعنی قضایی، و هر کاری بخوام انجام میدم. دیشب تا حالا اینجا همه دارن میگن نخه دست شما نیست، خیلی تون نرو. و فکر کنم به سال دوم ایشون نمیرسه، یا امیدوارم، چون میدونید January 20, 2018 این میاد و صحبت میکنه State of the Union، یعنی تمام این ایالت ها و نماینده ها و اینا میان، یه چیز مزخرفی هم هست، هی این میگه اونا دست میزنن، و حتی وقتی هم مخالفن باز تو اون برنامه دست میزنن که یه وقتی این براشون چیزی نگه و کاری نکنه. و اما آقای آریانپور نوشته بود که امیدوارم که سال خوبی برای شما و بینندگانتون باشه، ما هم بهشون تبریک میگیم، نوهشون ازدواج کرده. و جالبه که داماد ایشون یکی از اولین ایرانیایی هست که من توی آمریکا باهاش آشنا شدم و من هیچ وقت نمیدونستم که این آقای مهندسی داماد تیمسار آریانپوره. بعد از چند سال با تیمسار آریانپور آشنا شدم، معمولا میگن لب بود که دندون آمد، ولی اول از این بری بوده. و به آقای جهانگیر مهندسی و همسرشون هم تبریک میگم که به اصطلاح فرزندشون ازدواج کرده، بهترین ها رو برای اونا آرزو میکنم، شادی، سلامتی و پیروزی. ما پول و اینا خیلی مهم نیست، چون دیدیم افرادی رو که خیلی هم پول دارن ولی خوشحال نیستن. و اما ایشون نوشته که دوست گرامی، حمزه پور نه دکتر است و نه مدرکی بیش از فوق دیپلم در دست دارد. ایشان یکی از بچه های دوحات مازندران بود و پدرش در املاک پهلوی کشاورزی میکرد. او پس از گرفتن دیپلم به خرج بنیاد پهلوی به آمریکا اعزام گردید که در رشته هتلداری آموزش ببیند، و پس از بازگشت در یکی از هتل‌های بنیاد پهلوی به کار منشیگری بپردازد. البته به علت وقوع انقلاب ایشان موفق نگردید که دوره مربوط را تمام کند. اگر ایشان راست میگویند، فتوکپی مدرک تحصیلی و نام دانشکده‌ای که در آن مشغول تحصیل بوده است اعلام کند. ضمناً زنده یاد دریادار موقری، چون از طریق همسرشان نسبت دوری با همسر حمزه پور داشتن، بهتر از هر کسی این فرد کلاش و کلاهبردار را میشناخت و لذا سایه او را با تیر میزد. حمزه پور مدتی در گذشته در دفتر وکالت آقای احمد کار میکرد و خلافکاری های او باعث شد که آقای احمد تحت تعقیب قرار گرفته و لیسانس وکالت را از او گرفتن. اگر در گوگل جستجو کنید در باره این موضوع می توانید به مدارکی دست یابید. ای کاش که این دوستمون
اون لینک رو برای ما میفرستاد تا ما در برنامه نشون بدیم. چون اون روز گویا من حمزه پور رو گفته بودم حمزه لو و یه دوستی میگه نه آقا، ولی من این آقا رو میشناسم، من توی تولدی هم بود در مریلند و ایشون همین کار هتلداری اگر کرده بود به نظر من آدم موفق تری بود، چون یه جورایی هم عوض میخوام اینو میگم حالت مثل افراد پا انداز و جا انداز رو داره. در رابطه با پا اندازی و جا اندازی به دوستانمون مخصوصا آقای علی ترابی تبریک میگم، هم رسیدن سال نو رو، هم فرارسیدن و پشت سر گذاشتن کریسمس رو، و تبریک میگم که باز من درست گفتم و شما اشتباه کردی. آقای علی ترابی، دوست نازنین شما، رهبر پرچم به دستتون که با یک گاری که پشت دوچرخه ها میبندن راه افتاده رفته، برید حالا ویدیوهاشو ببینید که ریشش رو رنگ زده، اونجا با خانم ها داره چه کار میکنه و خودش به گواهی ویدیوهای موجود خودش میاد میگه که ایشون در خونه ای بردنش که شب با 4 تا زن و اینا، بعدن فهمیده اونجا هور هاوس بوده. هور هاوس به انگلیسی میشه هور هاوس، به فارسی میشه جندخانه. این آقای علی ترابی ویدیوشو ببینید. بعد تازه امید دانا یه ویدیوی گذاشته خیلی قشنگ. این امید دانا، ای کاش از روز اولی که از ایران اومده بودی اینقدر دانا بودی که ما هی بد نمیگفتیم نادان. اولا رفتی دنبال رضا پهلوی، بعد فهمید رضا پهلوی تنبل و بیهوده و اصلا اهل این کار نیست، حالا هی بهش میگی رضا دیبا. نه آقا، این رضا پهلوی هست، حالا فامیلیشون دزدی بوده و همونجور باید میر پنج باشه و اینا، اون بماند، ولی تو ایران که ما فامیلی مادر رو نمیدیم به چیز، رضا پهلویه، ولی شما میتونی بهش میگی رضا پلوی. این یک. امید دانا یه ویدیوی درست کرده خیلی قشنگ، صحبتاش که میکنه میگه ما ملت نادانی هستیم که میایم هر کس و ناکسی، از فولادوند گرفته تا حخا گرفته تا شایان کاویانی گرفته تا تیمسار دیوانه کی روانی روحانی گرفته تا این آقا رو گرفته تا هر کی میگه من دارم میرم، میگیم اوکی. بعد ازش میپرسه خب آقا، کسی که اون خانم صفایی، منم باش مصاحبه کردم یکی دو بار، پرچم برمی داره میره تو استادیومهای ورزشی، خب یه ارزشی داره کارش. تو راه افتادی، بارون میاد پرچم رو میچپونی تو این، حالا بارون نیست تو هوا، مردم دارن میرن، یه نفر دیوانه کنار جاده داره با پرچم میره، به قول آمریکایی‌ها سو وات، که چی، با چی کار کنی؟ بعدم حالا رسیدی به ترکیه میگی به من فشار نیارید، به من نگید برم ایران. میگه آقا کسی به تو نگفت برو ایران، تو خود احمقت آمدی گفتی من میخوام برم ایران، من میخوام این کارو بکنم اون کارو بکنم. آقای علی ترابی، شما تازه اومدی آمریکا، بنده 32 سال هست، 33 سال از مملکت بیرونم و 31 سال توی آمریکا هستم. خیلی از این مشنگا رو دیدم، از این تو ایران دیگه مثل که بینا میگن اسکل، حالا بروزن بمانه. در هر صورت بهتون تبریک میگم، به اون آقای ممقانی که به موقع فهمید اینو ول کرد، به اون دوستان دیگه، ولی اون آقای عادل شریفی به این دلیل که هنوز مسائل پولی هست و از این طریق داره پولی میسازه، گویا همین جوری با این نادان به اصطلاح در تماس هست. ببینیم اونم که جدا میشه. امروز ساعت 4 بعد از ظهر آقای حسن ارشاد برنامه 161مین خودش رو به نام پخش نقدهای فرزام کمال آبادی، ما این برای هدیه کریسمس به اصطلاح این ماگ یا چی میگن فنجون قهوه خوری گیرمون اومده، خیلی قشنگه، عکس نوه‌مون و دخترمون و همسرمون به سلامتی شما می نوشیم، امیدواریم اونها هم سلامت باشن. و این چاییه، چای چیز خوبیه، هم آدم رو ریلکس میکنه. بعضی ها میگن ما چایی که میخوریم خوابمون نمیبره، میگم اگه این درست بود این همه راننده این همه چای میخورد از شب تا صبح فلاکس چای دم دستش بود، بدبختا بعدم خوابشون میبرد، تصادف میکردن. این یه دوستی میگه که من زیاد باهوش نیستم، دوزاریم دیر میفته، اسرارآمیز پیغام بگذارید من متوجه نمیشم، شما به نظر خیلی باهوش و نابغه هستید. شما کاملا درست میگید،
همین که شما فکر میکنید من باهوش و نابغه هستم نشون میده که شما باهوش نیستید، ولی چون حالا فهمیدی که باهوش نیستی اجازه بده منم بگم این مسئله هوش هم خودش یه سوال زیادیه. اگه مثلا شما تمرین کنی بفهمی دو دوتا میشه چهار تا، نمیدونم هشت هشت تا میشه 64 تا از حفظ کنی، آیا تو باهوش بودی؟ نه، تمرین زیاد کردی. این مسئله هوش، یکی بیاد برای ما چی کنه؟ هوش فکر کنم همون آی کیوی که اینا میگن و اون میان بر اساس یه شرایط مساوی یه سوال چند تا سوال مساوی رو از افراد میکنن، بر اساس اون نمره میدن، بعد میگن سوربی مثلا گرفت 40، آقای فلانی گرفت 180، میگن این هوشش آی کیوش 180، سوربی بیهوشه. ولی من نمیفهمم اصلا منظور شما چی هست و این از این گروه هایی هست که مثلا این ببینید نوشته که فلانی و 147 نفر دیگر. من اینم اگه میتونستم یه جوری قطعش کنم که هی برای منم پیام نیاد خیلی، و حالا میدونم دوستان میگن برو آقا بزن لیو ده گروپ، برو بزن نمیدونم میوت ده گروپ، آقا والا به همه کارا رو میکنیم، من نمیدونم اینا این فیسبوک و ایمیل و اینها چرا این کارو میکنن. یلپ، یلپ اصلا کلمه یلپ از کجا اومده؟ یلپ میگه که اگه نمیخواین من براتون دیگه ایمیل نفرستم. میگم باش، میرم اون پایینم میزنم. بعد میگه که حالا بگو چرا برات نفرستم. میگم آقا وقت ندارم. میگه اوکی ما رفتیم دیگه نمیم. دو روز دیگه برامون میفرسه. میگم ما که گفتیم نفرستم، که گفتیم نمیفرستی، چرا دوباره فرستادی؟ اصلا شده دروغ، اساس زندگی شده دروغ. حالا ما میگه سیاستمدارا دروغ میگن، اپل آمده پریروز میگه که ما به مشتریامون دروغ گفتیم، ما باتریامون یا یه اشکالی داشته درست متوجه خبره نشدم، یا اینکه باتری ها رو یه کاری کردیم که تلفن رو به اصطلاح اسلو داون کنه، سرعتش رو کم کنه و اینا. ولی خب حالا ازتون عذر میخوام و باتری 79 دلاری رو بهتون میدیم 29 دلار. یعنی چی؟ یعنی اینا دارن یه مشت باتری رو دستشون مونده رو دوباره میخوان به من و شما بفروشن، دونه چند؟ دونه 29 دلار. تلفنی که شما دستته میتونی استفاده کنی، این میگه که این فایده نداره، بیا باتری جدید بگیر و ما 50 دلار هم بهت تخفیف میدیم. پسر من برای من نوشت که بابا این پیشنهاد خوبیه. گفتم گور پدرشون، اینا باید به مردم مجانی بدن. اگه یه وکیلی هست میتونه بیاد یه کلاس اکشن لاسود را بندازه، ما آگهیشو بذاریم توی مردم تیوی و توی فیسبوک مجانی تا دیگران هم بیاد برن دنبال این اپل. این همه پول سالیان دی، امروز نوشته بود که مثلا آمازون تو سال گذشته از 50 بیلیونی که داشته، گویا اصلا من نمیتونم 50 بیلیون عددش رو به اصطلاح تصور کنم چه شکلیه. یه 50 هست 12 تا صفر، بعدش هم دلار، یه میلیون گیر این اومده. شما به من بگو اگه تا پارسال 100 هزار دلار داشتید، حالا 2 دلار اضافه تر دارید؟ نه، خرج و تورم و گرونی و اینا رفته بالا. شما امروز باید برین یه جام 2 ساعت در صبح شنبه کار کنید تا من نمیدونم اینا همینجوری بی رویه دارن میرن بالا. و معیاری هم نیست که به هر کسی بگن آقا بسه حالا که به اینجا رسیدی. البته این صاحب فیسبوک، این پسر جوان، گفته که من 90% پولامو میدم. اون آقای پولداری که همردیف بیل گیت هست، خود بیل گیت، اینا یه وقت این بر اون بر چریتی گذاشتن، ولی پولای اینها دیگه از نجومی وقتا میگفتن، دیگه از اعداد نجومی هم رفته بالاتر و نمیدونیم چه کار کنیم. خب اینم از این. Thank you, I would appreciate that. خیلی ممنون. و اما گفتم بهتون ساعت 3 بعد از ظهر مصاحبه رضا زرابی، بعد اینجا نوشتم مصاحبه مجازی سایبری، ببینیم چی میشه. آقای حسین دهباشی یک ویدیویی داره که به نظر من خیاط در کوزه افتاد، با یک پسر جوانی به نام میلاد مصاحبه میکنه. اولا این میلاد چقدر قشنگ مصاحبه گره، چقدر به اصطلاح کنترل داره، چون مصاحبه کردن دوستان کار آسونی نیست و با وجودی که ممکنه از قبل سوالا رو نوشته باشن اینها، ولی باید بتونیم حقیقتا مثل یک چیز مایه‌ایه که ریخته روی میزی، شما باید انقدر مهارت داشته باشید که اینو هی جمع کنید و نذارید از این میز بریزه پایین. اونم اگر شد برید نگاه کنید، یک سازمانی هست که کتاب‌های ایرانی رو گویا میکنه به نام،
من به عنوان کتاب گویا میشناسمش و کتابی رو درباره هیتلر نوشته، منتظرم که این دوستان قبلا به من لطف دارن، اجازه داده بودن، یک کدی هم داده بودن که من به اصطلاح بعض وقتا که کتابی رو میخوام دیگه هی پول ایرانی حالا براشون بفرست و اینها نباشه، ولی جدیدن که رفتم اصلا نه اون کده رو بلدم نه بلدم چجوری کار کنم، ولی این عکس کتاب رو بهتون نشون میدم، مایل هستم این کتاب رو داشته باشم، مخصوصا به صورت گویا که وقتی دارم رانندگی میکنم میرم واشنگتن یا مسافرتی چیزی گوش کنم. بهتون گفتم بهترین چیز اینه که به جای رادیو و اینها آدم کتابای گویا رو استفاده کنه. من این کار قبلا هم کردم، از اینجا مثلا 8 ساعت خواستم رانندگی کنم تو کالیفرنیا تا کانادا، اون کتاب خاطرات آقای کلینتون رو به اصطلاح گوش دادم در حین راه. و اما نوشته نبرد من، میدونید که این کتاب 60 سال ممنوع شد. بله دوستان، در همون اروپایی که من و شما فکر میکنیم آزادی هست، نشر و چاپ این کتاب ممنوع شد. بعدن بالاخره یکی دو سال پیش این کتاب آزاد شد و اسمش هست نبرد من، ماین کنف چی بود نمیدونم به آلمانی، آدولف هیتلر ترجمه فرشته اکبر پور گوینده میلاد فتوحی. چه جالب، ما اسم اون چیزو مصاحبه‌گر رو گفتیم میلاد، فامیلیشو نمیدونم ولی اینم اسمش میلاده. من یه تیکشو براتون میخونم ببینیم که چی میگه. میگه کودکی که سودای نقاش شدن در سر میپروراند اما یکی از بزرگترین فجایع بشری را رقم زد. کتاب صوتی نبرد من نوشته آدولف هیتلر که از سال 1889 که به دنیا آمد تا سال 1945، البته بعضی ها میگن خودکشی کرده، بعضی ها میگن اون دلایلی که اونجا هست، دی ان ای که هست با اون دوستش، رفیقش، فاسقش، معشوقش، کافی نیست برای اینکه بگیم به اصطلاح خودکشی کرده. میگه که رهبر حزب نازی، صدر اعظم آلمان و پیشوای رایش آلمان بزرگ است. کتاب صوتی نبرد من که انتشار آن بیش از 6 دهه در آلمان ممنوع بود، ریشه در کودتای نافرمان آبجو فروشی مونیخ دارد. کودتایی که آدولف جوان میخواست با قیام علیه جمهوری وایمار قدرت را به دست بگیرد، اما در نهایت منجر به دستگیری و 5 سال زندان برای او شد. این کتاب که به کتاب مقدس حزب نازی بدل شد، ترجمان ناسیونال سوسیالیسم و تفکر سیاسی هیتلر است. در بخشی از کتاب صوتی نبرد من میشنویم وقتی یک مرد سیاسی توانست جای خود را در بین اجتماع باز کند، پیشرفت نقشه ها یعنی بهره برداری از حقایق برای او آسان صورت می گیرد. مردان بزرگ جهان از روی افکار بزرگ و بی سابقه خود بزرگ می شوند، زیرا یک مشت حقایق را در اختیار مردم می گذارند. البته این نمیگه که یک مشت حقایق رو در اختیار مردم میذارن و وقتی مردم جلب اون حقایق شدن، اون وقت هرچی دروغ هم هست اینا به خورد مردم میدن. خود هیتلر معروفه که راجع به دروغ و اینها فکر کنم گفته که دروغ هرچی بزرگتر باشه باور کردنش ساده تر و هضمش آسون تره برای مردم. اون روز ازتون پرسیدم به نظر شما روشن فکر چه کسی هست؟ کسی پاسخ نداده. و یه ویدیویی آقای دیوید نجاری، همون حمید نجاری خودمونه و سالها توی برنامه‌های مختلف رادیویی و تلویزیونی بود، فعالیت میکرد و یه دفعه رفت کنار. نمیدونم، میدونید بعضی از این دوستان وقتی یه زن میگیرن، یه زن جدید مثلا میگیرن، یه چیزی جدید تو زندگیشون اتفاق میفته، پسرشون به یه سنی میرسه، دخترشون به یه سنی میرسه، میگه بابا دیگه ول کن، خودت مسخره کردی فلان اینها. نمیدونم چرا، یا شاید من نمیبینم به اصطلاح فعالیت های آنچنانی داشته باشه، شاید یکم پیرتر شده، ترس فردا و بازنشستگی بهش بیشتر فشار میاره، حرص پول بیشتر بهش غلبه کرده و دنبال
پول و درآوردن پول و اینها هست، نمیدونم. در هر صورت باید از خودش پرسید. ولی ببینم چه ویدیویی گذاشته که من نوشتم اینجا ویدیوی دیوید نجاری رو هم نشون بدیم. دیوید نجاری نمیدونم مال سال نو بوده، مال چی بوده نمیدونم. بله این یک تبلیغ مجانی هم برای ایشون انجام بدیم و صفحهشون همین دیوید نجاری. حالا من نمیدونم چرا حمید اسمش گذاشته دیوید، لابد میخواسته دوستان کلیمی بیشتر باهاش چیز کنن. و اینجا هم سر خاک نشسته. ایشون هم یکی از کسانی هست که اگه اشتباه نکنم 2 یا 3 برادرش رو از دست داده و تا اونجایی هم که من میدونم دموکرات بود. حالا میدونید که این دموکرات بودنم در طی زمان عوض میشه. خیلی از اینایی که نماینده دموکرات ها هستن قبلا خودشون نماینده ریپابلیکن ها بودن، خیلی از اینایی که ایندیپندنت یا مستقل هستن قبلا مال یکی از اینها بودن. بله این یک ویدیویی نوشته که من این نور و صلح و نور صلح و عشق و به اصطلاح شادمانی و اینها رو به شما تقدیم میکنم، به شما میدم، شما هم اینو پس کنید. پس کردن یعنی پاس بدین، همون چیزی که تو ایران میگفتیم پاس، پسه یعنی بده به نفر بعدی، منتقل کن. در صورت اینه یک نوری هست و توی دست یک کسی و این نورا داره نورافشانی میکنه. ما هم گفتیم امیدواریم که سال خوب و به اصطلاح شاد و اینها باشه. حالا ببینیم چه خواهد شد. آقای فرخ سپر چند تا ویدیو برای من فرستاده. متاسفانه یه چیزی که من متوجه شدم، آقای فرخ سپر هم مثل دوستی داریم ما، همشهریمون هست اون حسن آقا، اینایی که رو این چیز روی تلگرام و روی تلفن‌های دستی و از توی آفیس نیستن، حالا یا کارشون رانندگیه یا تو خیابونن یا اصلا حوصله دیگه کامپیوتر ندارن، نشستن تلویزیون نگاه میکنن، این تلفن میگه دلینگ نگاه میکنه، مینه تلگرام یه چیزی از ایران براش فرستادن. بعضی وقتا اینا حتی نگاه نمیکنن، تقی میزنن برای همه نقی. بعد چی میشه؟ بذارید یه عکس بهتون نشون بدم. دیروز آقای چمنارا با من صحبت میکرد، میگه آقا تلگرام شما چرا تلگرامو استفاده نمیکنی؟ تلگرام الان تو ایران. گفتم آقا جون من کاری به ایران ندارم، من اینجا زندگی میکنم، دوستانی که تلویزیون مردم رو حمایت میکنن اینجا هستن و الی آخر. حالا اگه بتونم این عکس تلگرامم من براتون پیدا کنم بهتون نشون بدم. یه بار دیگه پرسیدم، الان تلگرام واز شد، بذارم از رو خودش بهتون نشون بدم که بله از دیروز تالا اون چه باید کرد 250 تا پیام برای من فرستاده. Persian Community An Event in Atlanta 993 تا فرستاده. یه وقت فکر نکنید دروغ میگم، اینو من بهتون نشون میدم و حتما شما هم همینجوره. ولی یه خطر بزرگی هست که متاسفانه این دوستان بهش توجه نمی کنن و اون خطر، خطر بیتوجهیه. اون خطر، خطر چوپان دروغگو شدنه. یعنی اگه من و شما هر روز برای دوستامون چپ و راست اینا رو بفرسیم، بعدن اگه یه خبر درست حسابی هم باشه میگیم آقا فایده ای نداره. نگاه کنید این آقا چه محفل دوستان 32 تا از امروز صبح تا حالا فرستاده. چه باید کرد 250 تا. شورای دموکراسی خواهان خدا پدر اینا رو بیامرزه 11 تا. پرژن کامیونیتی 993 تا. خب از خودتون سوال کنید دوستان، یا مثلا فارسی وایس آف امریکا از دیروز تا حالا 85 تا. من به عنوان صاحب این تلگرام، یا شما بذارید ببندمش که الان دینگ دینگ شروع میشه، به عنوان صاحب یه تلگرام باید چه کار کنیم؟ باید این خبرهایی که میاد بخونیم یا نخونیم؟ ما حتی اگه سرتیترش رو هم بخوایم بخونیم وقت نمی کنیم. حالا اگه بتونم این عکس رو هم بهتون نشون میدم، یک لحظه اجازه بدید، ببخشید مثل که بد جوری زدم، به جای بدی دست زدم. بله اینه، آمد نوبهار فصل چی شد؟ کجا رفتیم؟ ببخشید دوستان یه چیزایی رو انگولک کردم که نباید میکردم. درست شد، برگشتیم. بله ببینید اینو ببندم، اینو باز کنم. اینه، من امروز صبح اینو عکس گرفتم گذاشتم که به شما نشون بدم.
و برای آقای چمنارا اینو فرستادم. میدونید که یه وبسایتی هست به نام آمد نیوز، کی صاحبشه چجوری و اینها، بحثای زیادی توش هست. یکی میگه آقای روح الله زم، آقای روح الله زم میاد میگه مدیرش اونه، اون میگه اونه، من نمیدونم چرا اینها قشنگ نمینویسن آقا مردم تیوی نوکرش سربیه اینجا داره زحمت میکشه، فلان وایس آف امریکا اربابشون دولت آمریکاست، من نمیدونم چه ماجراییه. ببینید 8:47 دقیقه صبح 1254 تا، همین محفل دوستی بود که 200 خورده امروز فرستاده بود، نگاه کنید تا صبح 804 تا، جنبش همبستگی 543 تا، فارسی وایس آف امریکا 1105 تا، پرژن کامیونیتی 949 تا، آنتی آمد نیوز، اون آمد نیوز این یکی زد اونه 380 تا. خب چه کار میکنن؟ سربی خاموش میکنه، اون دیگری اصلا بی تفاوت میشه، اون سومی وقتی برای شما میفرسه ازش میپرسی آقا شما این تصویره رو دیدی؟ یه دفعه یک نفر لخت شده بود، میگه ای وای من نگاه نکردم، من گولشو اذیتشو میکنم، میگم آقا این عکس چی بود شما برای من فرستادی؟ من داشتم نگاه میکردم، یه دفعه دوربین خودتو نشون داد لخت. بعد میگه جدی؟ میگم آره دیگه، شما وقتی داری انگولک میکنی با تلفنت اینجوری یکم دوستاتونو بترسونید، بهشون بگید که آقا عکس لختی تو دیدم، مثلا داشتی نهار میخوردی از اون وری عکس خانواده تو دیدم، والا نمیدونم چه کار بکنی، یه محدودیتی بذاری. من با خودم مثلا شرط کردم روی مردم تیوی بیشتر از 5 تا خبر در روز نذارم، روی سایت شخصی خودم بیشتر از 3 تا خبر نذارم. خودتون رو محدود کنید. آخه درسته آمد نیوز، آمد نیوز یه وبسایتی بذار 4 تا بریکینگ نیوز رو بفرست، فوق‌العاده خبرهای فوق‌العاده، باقیشو بذار مردم بیان اونجا مراجعه کنن. نمیدونم یه جای کار اشکال هست و یه جای کار به اصطلاح بله اوکی. یک بار در پاریس با اینها بحثم شده، از اون آقا که همشهری من هم بود ترک بود، گفتم شما اگر جرأت داری یک انتقاد از مجاهدین بکن. گفت مثلا چی؟ گفتم مثلا اعلام جنگ مسلحانه در آن مقطع غلط. برگشت گفت اتفاقا ما از رجوی انتقاد میکردیم که چرا جنگ مسلحانه را زودتر اعلام نکرد. من هم گفتم این شد انتقاد. نمیدونم این شاید مال بحث قبلیه، چون داشتیم با خانم همیرا محمد نژاد و خانم زهرا معینی از آلمان صحبت میکردیم و دوستان آمدن گفتن آقا اصلا این سازمان نمیشه انتقاد کنی. بعد گفتم بله، ما به این آقای قلاب ترشیزی میگیم آقا شما که استاد کامپیوتر و استاد فیسبوک و استاد ایمیل هستی، برو رو وبسایت های مختلف اینها یه دونش بنویس آقا من یه سوال دارم، ببین بهت جواب میدن. متاسفانه نمیدونم چیه. آقای سربی همش چینی خود، من توی اپل کار میکردم حداقل 3-4 باتری اپل. یادتونه یه ماشینایی هم بود تو ایران اپل، توی آلمان هم کارخونه اپل که خیلی ترکا توش کار میکردن. میگه آقای سربی اپل آشغال شده، همش چینی خود من توی اپل کار میکردم حداقل 3-4 باتریش موقع کار کردن زیر دستم آتیش میگرفت، نصف باتری های نو خراب بود. بله آقای رضا رشیدپور بود نه حسین دهباشی. من نمیدونم شما دارید راجع به چه چیزی صحبت میکنید و همونجا برای خودتون صحبت کنید و اینها. ممنونم از این دوستمون آقای هوشنگ شیرازی، نوشته سال نو مبارک. هوشنگ شیرازی بچه لب آب شیراز، بچه درواز شاده و لب آب، و اون پشتش چی بود، خانواده عموی من، عموی به اصطلاح بابای من اونجا بودن و ما میرفتیم اونجا، اینا همون سرب فروش های شیراز بودن، حبیب آقا و برادراش اینا، متاسفانه اسما هم یادم رفته. در صورت آقای هوشنگ خانم، ما اون روز تو برنامه‌مون گفتیم ما بالاخره نفهمیدیم هوشنگ 70 سالشه یا 80 سالشه، گو آقا برو بالا من 80 سالم زدم بالاتر. ماشاءالله بهت تبریک میگم، احتمالا مواظب خودت هستی، راه 80 سالگی تو به ما هم نشون بده. و گفتم ایشون یکی از همون کسایی بود که این برنامه وید بلستر رو هم خریداری کرد، حالا یا برای خودشه یا برای دوستشه. خیلی کار خوبیه، شما هر چیز جدیدی که بخرید
یا بگیرید برید یه جایی چیزای مجانی میدن کتابخونه و اینها، کتاب مجانی بگیرید بخونید چیز جدید یاد بگیرید، آلزایمر یا فراموشی دیر میشه. بهتون گفتم در برنامه قدیمی، من بهتون گفته بودم که اگر شطرنج بازی کنید، ورق بازی کنید، یا تخته بازی کنید، یا جدول حل کنید، آلزایمر دور میشه، به اصطلاح دیرتر سراغتون میاد. ثابت کردن این اشتباهه، چون شما دارین اطلاعات داخل مغز خودتون رو استفاده میکنید. میگن سعی کنید اطلاعات جدید یاد بگیرید. به همین خاطر من صبح که میام اینجا یه چیز جدید سعی میکنم، حتی راجع به چیزی هم نباشه، چجوری این وسایل میسازن، طرف یه اسکناس میذاره با یه کشی، مثلا اینجوریه میخوای بری مسافرت، نمیدونم پول اینجوری قایم کن که مثل سوربی تو یونان طرف نیاد دست بکنه تو جیب پاسپورت و نمیدونم $1000 پول. البته ما مچ گرفتیم و حالا دارم برای اون میسوخ که اون ناموفق شده تو دوزیش. خب و اما عکس هیتلر رو نشون دادم، اجازه بدید چون رسیدن سال نو نزدیک هست یه عکسی هم از این دوستان که رستورانی دارن در لانج خودشون میگن در رود آیلند و قراره که سال نو یعنی یک شنبه شب برنامه داشته باشن، هر کسی پیدا میکنه هر جایی رو که دوست داره میره اونجا با دوستانش و معمولا اینجوریه، نمیشینن تا اون لحظه آخر بعدم بگن حالا دیگه ولش کن، میشینیم از همین تلویزیون پایین آمدن توپ رو نگاه میکنیم. جنیز این همون جن خودمون هستا، جن و پری، این جینیز اینجا میگن. جینیز نوشته که نیو ایرز ایف پاری دیسمبر 31 9 PM تا 2 AM، یعنی ساعت، ببخشید دوستان زنگ نزنید، من در موقع چیز به اصطلاح آقای ابراهیم پویان، من در موقع برنامه زنده اصلا، ببخشید در موقعهای دیگه هم با فیسبوک من تماس نمیگیرم، باید تماس از قبل باشه، همینجوری به یکی زنگ نمیزنن که، اون وقتا قدیما بود ملت ذوق تلفن داشتن، الان اینجوری نیست. در صورت دی جی داکتور اسمشه، BYOB یعنی bring your own booze، مشروب خودتون خودتون میتونید ببرید اونجا. و هپی نیو ایر 2018 گفته از ساعت 9 شب تا 2 صبح موزیک و رقص و قلیان و مشروبم که خودتون میبرید. وقتی میگم قلیون فکر نکنید حالا اونجا که میرید یا از این قهوه خونه های پر دود و اینها هست، اینا سیستمشون انقدر تمیز و رو به روز هست با هواکشای عالی که دود و اینها رو قشنگ فوری میبره بالا و فقط اون کسی که قلیون میکشه ازش لذت میبره. اینجوری هم نباشه شما بری بگی من پول نمیدم میرم میشینم اونایی دیگه که کشیدن دودش به منم بخوره، دودش کاری به شما نداره، میره بالا. دی جی داکتور میدنایت شامپاین توست اند پارتی فیورز میگه که نیمه شبم حلول سال نو رو با نوشیدن شامپاین چیز میکنیم. $10 هم کاور چارج، والا میارزه، $10 پول همون یک گلاس شامپاینه، $10 کاور چارج هست. RSVP این وقتا یادم بود الان دیگه یادم نیست، یعنی رزرو کنید و اینا، فکر کنم اصل کلمه فرانسوی باشه. در هر صورت میگه که ببخشید این چی میگه، دان دیو تو پور، اوکی اینو بزنیم دان دان. من یه بار دیگه دوستان باید این فیسبوک رو را بندازم، نمیدونم همین دوستمون که زنگ زد ماجرای فیسبوک ما رو قطع کرد، خیلی جالبه، باید اصلا بگیم no chat no nothing یا no anything. برای صورت آدرسشون هم نوشتن لطفاً زنگ بزنید جا بگیرید که مشکلی نداشته باشید. کجا هستن؟ 94 ویلیام استریت نیوپورت رود آیلند و وبسایتشون هم هست جنیز hookah.com www. خب اینم هی میگه your video has ended. آقا این چه کاری میکنی شما، ما میخوایم ویدیومون شروع بشه. یک لحظه دوستان، ما ساعت 3 میخوایم با آقای رضا زرابی یک مصاحبه جانانه را بندازیم، این حالا داره اطفار میاد، ببینیم که go live. بله اینم از این میگیم که برو برنامه زنده، ریویوشو میذاره نگاه کنیم، وقتی میزنیم برنامه زنده قطع میکنه، حالا مثل که الحمدلله قطع نکرد، ببینیم چیه. نخه همین دوستمون که زنگ زده اینجوریه و نمیدونم واقعا ما
یه جایی بابایی بنویسید من میتونم با شما صحبت کنم، مخصوصا اگه کسی تو مطب باشه، اگه کسی تو کارگاه مکانیکی باشه، اگه کسی تو استودیو باشه، شما رعایت کنید ببینید اون وقت داره که با شما صحبت کنه. البته خب این روزا هم طرف میگه آقا اگه وقت نداره پس میاد به من میگه که مثلا پیام بذار، میرم رو پیامگیرش و با فیسبوک هم مثل که میتونن پیام بذارن اینها. متاسفانه انقدر این وسائل ارتباطی زیاد شده که از اون ور ما هی کمتر و کمتر و کمتر با همدیگه در ارتباط هستیم. من یه بار دیگه این کار انجام دادم، حالا اگه شد شد، اگه نشد که نمیدونم چه باید کرد. ولی الان اینجا میبینم که آقای منصور ربانی، کیوان کیهانی یا کیهان کیهانی، جالب اینها هم، من یه بار دیگه اینا رو به اصطلاح اینجا اد کنم، اضافه کنم و بیام خدمت شما دوستان. و ساعتم 3 شده، بریم سراغ، نه 3 دقیقه دیگه مونده، بریم سراغ آقای رضا زرابی که من با وجودی که ایشون از من جوان‌تر هست جا داره ازش تشکر کنم که ازش خیلی چیزا یاد گرفتم. یه کمی این صبر و حوصله، این کلمه متین یعنی کسی که صبر و حوصله داره یعنی چی؟ این به اصطلاح این رو هم از ایشون یاد گرفتم. خب خوشحالم که سعیدم اینجاست و سال نو رو پیشاپیش به همه شما دوستان تبریک میگم. امیدوارم سال خوبی رو شروع کنید و توی این سال چی بگم، هر چیزی که دلتون میخواد بهش برسید. ولی آرزوهای بزرگ، مثلا دیروز اینجا داشت میگفت که دوباره لاتاری شده 300 میلیون. من فکر کردم خب من حالا اگه 300 میلیون داشته باشم چی کار میکنم، به کدوم یکی از دوستان یه پولی کمک میکنم. و هفته پیش یا 2 هفته پیش بود این آقای جورج کلونی که فکر کنم اصلیتش مال لبنان یا مصر باشه، شاید به همین دلیلم رفته زن لبنانی گرفته، هم باباش فعال سیاسی هم خودش و اینها، این آمده بود به 14 تا از دوستاش گویا نفری 1 میلیون دلار پول داده بود. حالا به جایی که 14 تا دوست پیدا کرده باشه، اون دوستای دیگرش که این پول نداده دشمنش شدن که آقا خب چرا به ما پول ندادی. و نمیدونم این ماجرای پولم بعضی وقتا نمیدونم یه چیزی با این سیستم فیسبوک امروز غلطه، میخوان یه خاموش روشنش کنیم. بعضی وقتا بهترین روش برای این چیزا همین خاموش روشنه. فایرفاکس، مازیلا، اون یکی با کروم بود، این کلمه کروم هر وقت میگم از بس اینجا کرایم زیاده من یاد کرایم میفتم، یعنی جرم و جنایت و اینها. و بله کروم، کروم تو ایران به این لعاب چیزا هم میگفتن کروم، اینجا میگن این سپرهای ماشین و اینها، یه جنس یه آلیاژی هست که براق هست. و ببینیم این دفعه کار میکنه دیگه، اگه کار نکرد گفت گر که داری امانتی موجود، بسپار به بنده به وقت ورود، گر شود امان گر شود مفقود، بنده مسئول آن نخواهم بود. اینو سر حمام گذاشته بود. حالا اینم دیگه من اگر نشد دیگه، این بار 3 بار انجام دادم دیگه، ولش میکنیم و بعد از برنامه بلا فاصله به اصطلاح ویدیو رو میذارم که شما ببینید، چون هی اینجام تعداد ویدیوها زیاد بشه خوبیت نداره. شعر آن بله. خب و ام آرشیو رو بله، این بالاترین، ببخشید دوستان میشه به اسمشو عوض کنیم بذاریم بدترین، واقعا افتضاح کردن. یه چیزی دیسکانکت میشه لینک یوتیوب رو بذارید. بله دیگه الان بعد از برنامه لینک یوتیوب رو میذارم. اصلا تو فکرم که برنامه لایو رو با یوتیوب پخش کنم که هم روی یوتیوب باشیم، همین شعرشو بذارم اینجا. مجید اگه اینجا بودی خیلی کمک خوبی به من میشدی. حالا نمیدونم میشه از دورم با هم کار کنیم. ما سالها با یک آقایی کار میکردیم، بعدن متاسفانه دروغگو از کار در اومد، گفت مریضم ولی دروغ گفت. حالا خیلی خوشحال شدیم که دروغ گفت. در هر صورت سفر عشق مشنگ به رخت خواب و سکس رسید. منظور اون همین آقای سرگردانه. ولی ببینید نگاه کنید این خانمای اون خونه هورهاوس
ریشش رنگ زدن مونده اونجا بهش خوش گذشته، میگه دیگه کجا برم؟ بعد میگه شماها به فکر خانواده من نیستید، شما به من میگید برید ایران. برنامه امید دانا رو نگاه کنید، ویدیوهای اینو آورده بریده گذاشته، میگه آقا ما که به تو نگفتیم بی برو، تو اومدی گفتی من میخوام برم. بعد به مردم میگه مردم تو رو خدا به هر دیوونه ای که از خونش قهر میکنه، وقتا میگفتن به هر کسی که از خونه ننش قهر میکنه، به اصطلاح شما اینجوری بال و پر ندید. و این یه چیز جالب درباره امید دانا بهتون بگم، خودش گفت که خودش هم یک موقعی اینجوری بال و پر گرفته و میگفت که به اصطلاح خیلی هم خطرناکه. بذارید من این رضا زرابی رو پیدا کنم، چون به خودش هم گفتم ساعت 3 برنامه‌ش رو پخش میکنم، ازش تشکر کنم. من چون اون ذات معلمی همینجوری تو وجودم هست و دوست دارم که به اصطلاح اگه کسی یه کاری چیزی انجام میده، حالا این میخوایم بکشیم بیاریم این ور که مزاحم آقای رضا زرابی نباشه، دوست دارم وقتی یکی یکی کاری میکنه و اینها، اگه عیبی میبینم اشکالی میبینم از نظر خودم بهش بگم، بعد اون اگر نگاه میکنه میبینه بله این درست میگه، اون عیب و اشکال رو رفع کنه. ببین آقای زرابی، من میدونم که همه شما ها چون تلفن رو اینجوری وقتی میگیرید دستتون کنترلش بهتر و آسونتره، اینجوری برنامه اجرا میکنید. خب حالا وقتی هم میخواین برنامه ضبط کنید دستتون نیست، طبق عادت اینو اینجوری میذارید جلوتون. ولی من یه سوالی از شما میکنم، مگه چشمای ما اینجوری هست؟ صفحه تلویزیون مگه اینجوری هست؟ خیابون، جاده، شما ببینید پانورامیک اینجوری هست، بازه. اینو 90 درجه به چرخون. یه جوکی هست راجع به چرخون، میگم براتون این دوستمون آقای لطفی یه بار با اون شیرین بیانی خودش تعریف کنه. ببین دوست عزیز، من الان ویدیوی شما رو اینجا نشون میدم دوستان، و این ویدیو رو میارم میذارم بغل دست خودم که شما اونجا باشی در آلمان، منم اینجا باشم. ببین چقدر بده، این بغل سفید، ببین اینجا سیاه، اینجا سیاه، در صورت که شما میتونی از تمام این استفاده کنی. وقتی شما میتونی از تمام این استفاده کنی، چرا از یه سومش استفاده میکنی؟ بله اگه منم اینو با آیپد اینجوری نگاه کنم تمامش چیز میشه، ولی به نظر من شما امتحان کن ببین چجوری. حالا ما برای که برای شما بینندگان تصویرش بهتر باشه، میایم اینو کراپ میکنیم، اون قسمتشو که خودمون میخوایم و قسمت صورت و اینهای ایشون رو میذاریم. ببین درخت کریسمس باید بره، اینا بره، اینجوری میاد. ببین حالا چقدر قشنگتر شد. حیف نیست؟ شما پول تلفن رو دادی، پول اینترنت رو دادی، زحمت ضبط رو گرفتی، دو تا چیز سیاه. شبا اخبار گوش میدین، طرف یه ماشینی مثلا آتیش گرفته نشون میده، تو تلویزیون مجبورن این دو طرفش هم روشن کنن، که اگه سیاه کنن بهتره، چون وقتی اینا رو روشن میکنه ولی به اصطلاح نشون میده، ولی بهش میگن یعنی خدایا چی بگم، بلر، تار نشون میده، آدم اعصابش خرد میشه. اینم از خب ببینیم این مصاحبه امروز ما با آقای رضا زرابی که من ازش خواهش کردم شما در رابطه با این دوستانی که روی فیسبوک داری بیا و چند دقیقه صحبت کن تا من ببینم واقعا مشکل چیه و چقدر این ماشاءالله این بیبی فیس داره، صورتش صورت مثل بچه ها میمونه، ولی فکر کنم چلا چند سالش باشه و هنرمنده، آرتیست، شاعر، نویسنده است. و بشنویم با هم. منم از اینجا این ویدیو رو به اصطلاح نگه میدارم، هر وقت که بخوام من صحبت کنم با هم یک گفت و شنود داشته باشیم. ما میگیم آقا بیا بریم یه گفتگوی با هم داشته باشیم، این گفتگو غلط، چون هممون عادت کردیم گفت و گو، گفت و گو، یه گفت و یه شنود باید باشه، گفت و شنود. بشنویم آقای رضا زرابی رو. بازم ممنون که زحمت کشیدی ویدیو رو چند بار فرستادی نتونستی، بعد فرستاد تلگرام رفتم از اونجا گرفتم، ولی یه پروگرامی هست اتفاقا آلمانی هم هست برای شما که جرمن میدونی، البته ایشون هم جرمن میدونه هم انگلیسی، به نام فایل تو سند، توش به عنوان عدده فایل تو سند دات دی ای، دی ای هم مال دوچ هست دیگه نه؟ اوکی بشنویم. آها
آقا چجوری بشنویم؟ شما صدای بنده خدا رو بسی بعد میگی بشنویم، اینم از تریکای روزگار تلویزیون هاست. بشنویم. درود به شما عزیزانم، رضا زرداوی هستم، شاعر، ترانه‌ساز، نویسنده و آرتیست ایرانی در تبعید و در ضمن مشاور ارشد و سخنگوی ارشد حزب اتحاد. گفتگویی داشتم با آقای پارسا سربی روز 10 دسامبر در تلویزیون ایشون، تلویزیون مردم، و به نظر خودم هم گفتگوی جالبی بود. ایشون هم همین نظر رو داره، بعضی از دوستانم این نظر رو داشتن، ولی در مقابل عده زیادی هم، یعنی تعدادی قابل توجهی، این زیر اومدن و انتقاد کردن زیر پست و حتی به خود من تماس گرفتن، چه از طریق مسنجر و چه از طریق گزینه‌های دیگه‌ای که ارتباطی هست. و جدا از این، خیلی ممنون دوستان، متوجه شدید چقدر قشنگ سلام علیک میکنه، اسمشو میگه، چه کاره هست، چه مسئولیتی داره. سلام، من رضا زرابی هستم، شاعر هستم، نویسنده هستم، آرتیست هستم، مسئول حزب هستم. یاد بگیریم بابا از هم دیگه، اوکی؟ ولی من یه سوالی دارم، البته سوال خودم هم دیروز جواب دادم. این موزیک مد یعنی چی؟ بله، یه وقت شما میخوای یه شعری دکلمه کنی، میخوای مردم رو ببری توی اون حال و احوال، یه موزیک متنی لازمه. ولی وقتی میخوان یه بحث جدی داشته باشین، موزیک متن یعنی چی؟ یه چیز دیگه که منو آزار میده این شالگردن دوستان هست. احتمالا شما هم دارید فامیلی که از زمان پهلوی اینا یه شالگردن های سیلکی داشتن، تابستون و زمستون زیر پیرن میبستن. حالا آلمان سرده، ایشون شالگردن که بنده احتمالا مال سرماز، ولی خب پیرن آسین کوتاه با شالگردن. البته خود من هم این کار میکنم بعضی وقتا، چون لیرهای مختلف داری مجبوری که پیرن زیری آسین کوتاه باشه، اولا دست و بالت رو نگیره، چون بعد روش یک پولیور میپوشی، بعد روش کاپشن میپوشی. تو آلمان که نگو، ما اون موقع سیبیل داشتیم، سیبیلامون یخ میزد، مجبور بودیم این شالو میپیچوندیم اینجا و اینها. حالا ما تصور میکنیم که ایشون از بیرون آمده و آلمان هم به دلیل این گرونی و اینها همیشه خونه ها رو یک کم که چه عرض کنم، مثل آمریکا گرم و نرم نمی کنن. حالا شالگردن و اینها رو، این ایراد منه. اون موزیک متنم اگه یه بار توضیح بدید برامون، البته میدونم چون ایشون شاعر هنرمند، معمولا هنرمندا دوست دارن همیشه توی یک حال و هوای به خصوصی باشن. حالا شانس آوردیم این دفعه مشروبشو نیورده، مشروب هنسیش هم میاره میذاره. یه آقای رضا امیر سلیمانی، پیام امیر سلیمانی هم بود، اون آقای ممقانی نوشته این کامران قادری یک مزدور، کلاهبردار، دوز، دروغگو بیش نیست. آقا اعتبار نده بهش. شما وقتی میگی مزدور یعنی یه نفر دیده که این یه هنری داره، یه کاری بلده، بهش یه پولی داده که یه کاری براش انجام بده. آقا این یک مردک بیچاره عقب افتاده است که 27 سال 30 سال رفته سوئد، حالا یه تصادفی که در زندگیش پیش اومده اینجوری خورده به اون بحران میانسالی، بلند شده رفته. اتفاقا آقای رضا زرابی هم درباره ایشون صحبت میکنه. اینا رو بذاریم کنار، فعلا میایم فوکس میکنیم، یا فوکس میشه چی به ایرانی، تمرکز میکنیم با آقای رضا زرابی که خدای نکرده بی احترامی به ایشون نشده باشه. بفرمایید آقا رضا، با شما هستیم. خیلی ها به ایشون فحش دادن و البته این رو هم باید بگم که ایشون هم به اونها فحش داد. البته اونها فحش رو شروع کردن ولی ایشون هم فحش داد. و این فحش دادن ها که بعدن به ناراحتی های انجامید، من رو یاد یک گفته انداخت صادق هدایت. صادق هدایت درباره فحش گفته، فحش یکی از اصول ایجاد تعادل در آدمیزاد است. اگه فحش وجود نداشته باشد، بله، آدمی دق می کند. بیشتر از تعداد و نوع فحش هر زبانی می شود از اوضاع مردمی که در یک ناحیه زندگی می کنند سر در آورد و رابطه بینشان را کشف کرد. زبان فارسی اگر هیچ نداشته باشد، فحش آبدار زیاد دارد. ما که سر این ثروت از این نشسته این، چرا ولخرجی نکنیم؟ خب دوستان عزیزم، اینو خودتون میدونید که در زبان فارسی چیزی که کم نداره فحشه و بیشتر این فحش ها هم به اقوام انسان برمیگرده، یعنی به خواهرش، به مادرش
و خاله و عمه و دایی و اینا و همینطور میره جلو تا پدر و مادر جد و آباد و اینجور حرف هم که ما زیاد داریم. اما نکته‌ای که در کنار این باید افزود اینه که چرا این فحش انجام میشه، چرا در زبان فارسی اینقدر فحش زیاده و چرا همه به همدیگر رو متهم میکنن که دیگران فحاشن. من یادم میاد مباحثه یا مناظره‌ای داشتم با امید دانا، بعد ایشون خب عادت داره همیشه میگه طرفداران رضا، که این منظورش میگه رضا دیبا، منظور شاهزاده رضا پهلویه. ایشون شاهزاده رضا پهلوی رو برای این که تضعیف کنه یا تحقیر کنه از فامیل دیبا براش استفاده میکنه و میگه رضا دیبا. اینم یه کدواژه‌ای یادتون باشه، اگر کسی شنیدید رضا دیبا یعنی بدونید که میخواد یه جورای کرمی بریزه نسبت به شاهزاده. خب حالا اونم یه عقیده ایه. بعد ایشون عقیده داشت که طرفداران به قول خودش رضا دیبا اینا همه فحاشن. خب بعدن من مباحثه‌ای که با ایشون داشتم، من زیر پستم رو نگاه کردم، دیدم که دار و دسته ایشون هم که در اون موقع بودن، خب اونا هم که از هیچ فحش کوتاهی نمی کردن. بعد یک سری از دار و دسته مجاهدین خلق یا شورای ملی مقاومت باز به قول خودشون اونها هم بودن و اونها هم از هیچ فحش خواهر مادری کوتاهی نمی کردن. دست چپی های ایرانی، یعنی اینهایی که چپیه، حالا چه کمونیستن چه اینهایی که یک مقداری میانه رو هستن که یه ذره متعادل هم هستن، باز اونها هم فوش میدن. چپی ها که خب باز بیشتر. بعد دست راست که میشه بازم همینطور. و حتی خب طرفدارای جمهوری اسلامی هم که دیگه رو شک نداشته باشید، بدون برو برگرد اینا فوش میدن. بنابراین حقیقت اینه که این مسئله فحش دادن اصلا ربطی به این نداره که طرف چه طیف سیاسیه، و این بسیار نابخردانه و سطحی نگرانه است که هر کسی با انگشت طرف مقابلش نشون بده و بگه آه تو فحش میدی ولی ما که فحش نمیدیم. همه دارن این کار رو میکنن و این مثل یک اپیدمی و یک بیماری واگیر داره که دست به دست سپرده. و معمولا هم خب اگه یک آدم مؤدبی مثلا مثل من که در دوران قدیم مؤدب‌تر از الان بودم، میام تو این جمع وارد میشم و فحش میدن و سکوت میکنن و فحش میدن و سکوت میکنن و فحش میدن و سکوت میکنن، نتیجه میشه که یه جایی میرسه که میرسه تا اینجام. وقتی میرسه تا اینجام، بعد دفعه دیگه میگم پفیوزه حرومزاده چرا فحش میدی؟ و این طبیعتا خب پس خودم هم فحش میدم، یعنی من خودم هم افتادم تو همون دایره‌ای که نباید توش بیافتم. بارک الله، خیلی قشنگ توضیح داد. راجب صادق هدایت میگه، میگه آقا تو فرهنگ ما فوش هست. حالا صادق هدایت یا با طنز یا با دلخوری میگه که از این به اصطلاح این همه فوش که داریم چرا استفاده نکنیم. درباره این که ما انگشتمون رو به طرف نشون میدیم و میگیم که این فوش میده، اینجا معروفه تو ایران هم الان میگن وقتی شما انگشت تو به یه نفر نشون میدی، سه تا انگشت دیگه، انگشت سرزنش و اینا به طرف خودت هست. و بازم ممنون ایشون در رابطه با مصاحبه‌ای که، حالا نمیدونم چرا با مصاحبه‌ای که با امید دانا انجام داده، میگه ما با هم مباحثه کردیم. چون یادمه یه دفعه آقای رضا زرابی میگه من با کسی مصاحبه نمیکنم، یا مناظره میکنم یا مباحثه میکنم. در هر صورت ما صحبتی که با ایشون داشتیم، گفت و شنودی که داشتیم، بعدش دیدم به اصطلاح اینایی که دوستان ایشون هستن، چون گذاشته بود رو صفحه خودش هی نوشته بودن، من به این گفتم که خب آقا شما چرا کنترل نمیکنید؟ آقا من خوابم، بیرونم، سر کارم، با دوستام هستم و اینجوریه، شما ناراحت نباش. خود منم این به هم فحش میدن، به هم ناسزا میدن. حتی مثالی زد که آقا ما یه چیزی نوشتیم گذاشتیم و رفتیم خوابیدیم، بعد یک خانمی اومد نظرش رو نوشت، دوستان حمله کردن بهش فحش. بعد این خانمه به رضا تماس گرفته که آقا رضا شما که اینو میذاری ما میایم تو اینجا، شما مسئولی. واقعا چه باید کرد؟ یعنی شما اگر یک پستی نوشتی گذاشتی رو فیسبوک، باید 24 ساعته با تفنگ و اسلحه وایسی و هر کی اومد بهش بگی که هی اینجا تیغ سانسور برای سرته، یا مؤدب باش یا با این میندازمت بیرون. اینم یه مشکل دیگه است که این چیزای اجتماعی، سوشال به اصطلاح چی بهش میگن، اینا رو به ارمغان آورده. حالا چجوری باید باهاش مقابله کرد و اینها من نمیدونم، شاید با گوش دادن صحبتهای رضا این مشکل رو حل کنیم. بفرمایید آقا رضا، خیلی ممنون. و این دایره همینطور این
اشخاص رو در خودش میندازه توی گرداب، توی دایره، توی این تسبیح، و هر کدوم هم که میگن ما نیستیم بعدن میبینن که خودشون هم هستند. و ای کاش که ما میتونستیم خودمون رو اصلاح کنیم. شب کریسمس هست و نزدیک، من در کنار درخت کریسمس نشستم و اگر قرار باشه چنین کاری رو انجام بده کسی، باید خودم این کار رو انجام بدم. من نباید به همه بگم شما این کار رو بکنید. من باید خودم بیاموزم، سعی کنم بردبارتر باشم، در برابر آدم های عوضی هم بردبارتر باشم. آدم های عوضی زیادند و من باید بیاموزم که رنگ اونها نشم و توی دایره و تسبیح اونها نیفتم. امیدوارم که چنین باشه. امیدوارم در سال آینده میلادی من بتونم انسان بهتری باشم و بتونم با همه دیالوگ داشته باشم. و شاید چیزی که بتونم تو زندگی بهش افتخار کنم اینه که خیلی انسان بازی هستم و با همه دیالوگ میکنم و اصلا هم دنبال این نیستم که کسانی که مثل من فکر میکنند بشینن بغل دست من که من باشون دیالوگ داشته باشم، بلکه اونهایی که مثل من فکر نمیکنند پیش من بشینن و من باشون دیالوگ داشته باشم. همچنان که در سالی هم که گذشت با اکثر کسانی که نشستم و گفتگو کردم، کسانی بودن که شاید از نظر فکری نه یک مقدار بلکه بسیار زیاد، شاید هم فرسنگ ها با من فاصله داشتن و این خودش به انسانهای دیگه فرصت میده که اونجا خودشون با به قول دوستیمون با همون خطکشی که تو ذهن توی جیبشون دارند قضاوت کنند. و هیچ عیبی هم نداره که کسی با خطکش توی جیبش قضاوت کنه، برای که ما همه انسانیم. ما بر اساس کتاب قانون اساسی قرار هم نیست که قضاوت کنیم. هر کدوم ما یک انسانیم در نوع خودمون و هر قضاوتی هم میکنیم بر اساس دیده ها و شنیده ها و تجربیات و دانسته های خودمونه و این اصلا هم عیبی نیستش که اینطور باشه. این آهنگ موزیک متنی هم که گذاشتم، تشکر کنم از جناب آقای رضا بیک، دوست عزیزم، این آهنگ رو ساخته و پرداخته. گفتم در کنار گفته هام این رو داشته باشم و تشکرم داشته باشم از آقای پارسا سربی که البته ایشون هم من خیلی دوستان با من تماس گرفتن، گفتن آقا ما دست اینو خیلی عصبانی هستی. گفتم خب شما عصبانیت ایشون در چه موردیه؟ چرا از ایشون ناراحتید؟ به من بگید که من اینو به ایشون منتقل کنم. و این دوستان گفتن خب آقا ایشون فقط نشسته و از خاندان پهلوی ایراد میگیره و اونها رو به چالش میکشه، در حالی که یک دهم اون چالش رو در مقابل رژیم جمهوری اسلامی انجام نمیده و این انصاف نیست. خب من گفتم این، من چون میشناسم آقای سربی رو و میدونم که ایشون انسانی هستش که انتقاد پذیری داره، این انتقاد رو مستقیما به ایشون منتقل میکنم و ترجیح میدم که خودم هم به ایشون بگم که هیچ کسی بدون عیب نیست. و من خودم هم از خاندان پهلوی که واقعا دوستشون هم دارم اسطوره و بت نساختم. این بت اصلا باید شکسته بشه. هیچ بتی ما نباید داشته باشیم و این بت پرستی خودش یک ایراده. ما باید اینها رو به عنوان انسانهایی با یک سری خصوصیات مثبت و یک سری خصوصیات منفی بپذیریم که در نهایت من وقتی خیلی عادلانه و با همون خطکشی که دو جیب خودم حساب و کتاب میکنم، نسبت خوبیاشون سنگینی میکنه به نسبت بدیاشون. یعنی من همه رو که بخوام بگم وجدانم بذارم بگم خب یک سری نقاطی داشتن خوب بوده، یک سری بد بوده، اشکالاتشون بوده و کارهای مثبتشون، همه رو که بخوام سرجم بزنم و بذارمشون یه دونه ترازو، اونی که خوبیه سنگینی میکنه. و این هستش که من در مجموع ازشون، از این خانواده حمایت میکنم و اینها رو یک گزینه مثبتی میدونم در تاریخ ایران. در پایان این شعرم براتون میخونم و از شعایی تنها یه اشکال، شما وقتی میگید گزینه یعنی یه کسی برگزیده، انتخاب کردن، اینجا بهش میگن آپشن یا گزینه. چه کسی حق انتخاب داشته، چه برای اونها چه برای شیخ؟ و این دوستانی که به شما اینو میگن، شما بهشون بگید که اگه یه نفر میخواد درباره مثلا شیمی صحبت کنه،
ما باید بهش بگیم آقا چقدر بی‌انصافی، همش درباره شیمی صحبت میکنی، خب از فیزیک هم بگو، از ریاضیات هم بگو. این که میشه مدرسه کلاس اول تا پنجم یادتونه علوم یعنی چی؟ علوم مجموعه از اینا بود، شیمی و فیزیک و ریاضی و اینا همه. ولی وقتی یکم میری بالاتر، دانشت بالاتر میشه، میاد بالاتر، اون وقت میگه آقا این فیزیکه، این ریاضیه، این شیمیه. تازه سه سال دیگه که میمدی بالاتر، حالا نمیدونم سیستم قدیمی ما اینجوری بود، از اون سیکل اول که میمدی بالاتر، حالا بیشتر یه جهتش رو معین میکنه. اینجا که شما انتخاب میکنی بری رشته ادبی، بری رشته فنی، بری رشته ریاضی یا بری رشته طبیعی. آقا به دوستات بگو بابا این سربی که از بس حرف زد زبونش مو دره بود، مثلا ما روز تو روز به جایی که ریشه اونو بزنیم زبون اونو در میاریم، موهاشو میتراشیم. یا یه چیزی هست برای زبون تمیز کردن که خیلی هم موثره، چون میگن باکتریا تو پرزای زبون میمونه و وقتی شما مسواک میزنی اگر خندت نمیگیره یا حالت تهوع بهت دست نمیده، مسواک روی زبونت هم بزن، اگه حساس هستی یه دستگاهی هست اینجوری میکشی رو زبونت تمیز میکنی. از همه اینا بهتر قرقره کردن آب نمکه، نه قرقره ها دوستان، قرقره اون چیزی که نخ دورش میپیچن، قرقره کابل فلان، نه قرقره قرقره اینجوری. ولی آقای رضا زرابی ببینید، فاکس نیوز شما اینجا دیدی؟ فاکس نیوز یه خطی رو گرفته همونو میره جلو. سی ان ان رو دیدی؟ یه خطی رو گرفته همینو میره جلو. نه هیچ کس به سی ان ان میگه بیا مثل فاکس نیوز دروغ بگو و هاردلاینر باش، نه هیچ کس به فاکس نیوز میگه شما بیا مثل سی ان صاف باش و لیبرال باش و فلان. چه کار میکنه طرف؟ یه ساعت سی ان ان رو نگاه میکنه، چیزایی که دادن تو مغزش برای که شستشوی مغزش نکنه میزنه، یه ساعت هم فاکس نیوز نگاه میکنه. یاد این دوستان بده بگو که یک ساعت برنامه سوربی رو نگاه کنید، یک ساعت برید آقای آریان وطنخواه، بعد ببینید از لحاظ منطقی کدومشون منطقی تر صحبت میکنه. ولی این درس بزرگی که شما دادی به من، ممنونتم. همین که همه رو از بلاک در آورد، بذار آقا هر چی دلش میخواد بنویسه. باز شما درست گفتی، گفتی بذار اون خودشو نشون بده. دوم اینی که حالا که تو این ایام تعطیلات و این بر ویناختن و کریسمس و اون بر سال نو این هاست، اگر قراره که ما بخوایم که مردم خوبی داشته باشیم، خوب از خودمون شروع کنیم. شما از خودت شروع کن، من از خودم شروع میکنم، این دوستی که داره بیننده است الان از خودش، اونی که رو فیسبوکه از خودش. آقای مجید خوشنودی که تو کارهای ویدیو و ادیتینگ و اینها هم دستی داره و دیدید که تو شرکت اپل هم کار کرده و اینها، میگه این دوستان چون با فیسبوک لایو با تلفنشون میفرسن، به اصطلاح باید عمودی باشه. نه عزیز من، شما میدونی من تا دو هفته پیش با همین تلفنه، با همین تلفنه برنامه فیسبوک رو پخش میکردم و حالا نمیدونم، اگر بخوای بهت نشون میدم که شما یه کمی باید تحقیق کنی بری دنبالش، یه جایی لاک داره، اون لاک رو آزاد کنی، نه اون صفحه اولش که میگه چیزه. این فیسبوک من میزنم نگاه کنیم، نمیدونم اونجا پیدا هست یا نه، بذاری تصویر خودم بیارم. خدا وکیلی از امروز هر کی این برنامه رو اینجوری استفاده میکنه، بعد روزی یه پولی برای تلویزیون مردم بفرسی. من هر وقت میگه که اوکی، میگه دوربین تو استفاده کنم؟ بله. میکروفون تو استفاده کنم؟ بله. بعد ببین همینجوری هنوز عمودیه، درسته؟ ببینید، ببین حالا میزنم این در میگه چه نوع میخوای، میگم اینجوری. بعد حالا ببین قبل از اینکه برم لایف، ببین من اینجوریش کردم، اینم چرخید. ببین متوجه شدی چرخید؟ یه بار دیگه اینجوریش میکنم، چرخید. شما اون چرخشش رو قفل کردی و چون نسل تنبلی هستید فوری میگید خب دیگه فیسبوک همینه. نه، فیسبوک یه نسل قبل از شما، عموی شما، پدر شما با حوصله برمیداره براشون فیدبک مینویسه، برمیداره اون مال یوتیوب رو میفرسه که به میگن ورتیکال سیمتوم، یه هم چیزی یعنی یه مریضیه که اینجوری مردم فیلم برداری میکنن.
گفتم براتون دلیلش هم اینه، طرف داره سیگار میکشه یا با تلفن دیگهش رو کاره، داره رو لاینه، اینجوری میگیره دستش. آقا اگر تنبل هم هستی بعد یه مدت عادت میکنی اینجوری هم میتونی بگیریش. والا من دستای درازی ندارم، دستان کپول کارگریه، ولی ببین اینو میذاری نخواستی باز اینجوریش میکن. شما اگر تو زندگیتون یه چیزی رو از اینوری بخوان انقدر کنی مشکله، و میخوای ایران رو آزاد کنی، و میخوای حریف آخونده بشی، یه آگهی خیلی قشنگ این چیز زده مجید خوشنودی کاراش قشنگه، یه نوشته که یک گاری مال دوچرخه به فروش میرسد، اگه کسی میخواد بره ایران میتونه اینو بخره، پرچم هم بهش میدیم و اینها. این گاری هست که اون آقای قادری دیوانه ورداشته بود و تو جاده ها را افتاده بود. باز بریم صحبت آقای رضا زرابی رو بشنویم. و من دیروز یک نصیحت برادرانه هم به ایشون کردم و ایشون هم گفت که دقیقا سعی میکنم از اول سال این کار رو انجام بدم. در رابطه با اون کار که میخوای انجام بدی تصمیم گرفتی، اگرم کمکی خواستی به عنوان برادر به عنوان دوست، من باهات هستم، چون هم دردیم. ایشون داداش رو از دست داده، منم داداشم از دست دادم و من و تو هم درد. شعری بوده که من در سال 2017 میلادی سرودم به نام روشنگر، و امیدوارم که اگر یه روزی از این دنیا رفتم، اسم من به عنوان یک انسان خردمند و روشنگر به جا بمونه. این آرزوی منه، برای که همه ما آدم ها یک روزی میمیریم، و اون روزی که مردیم کسی نمیاد سر قبر ما و بگه که آقا این خیلی خوشگل بود، یا اینکه این خیلی آدم پولداری بود، یا اینکه این چی بود، چه تیپی داشت. میگن این عجب انسانی بود. اگر انسان بودیم و اگر از ما چیزی که به جاموند، یک خاطره بزرگ انسانی به جاموند، اونجاست که میتونیم به وجود خودمون افتخار کنیم یا آیندگان به ما افتخار کنن. من این شعر رو براتون میخونم و این گفتگو رو به پایان میبرم. منم روشنگرم، با شیوهی مخصوص میگویم، من از رؤیای بیداری از این کابوس میگویم، من از تقصیر این ملت که میسوزد به هر علت، من از امید نو با ملتی مایوس میگویم، برای مردمی سرخورده و درگیر تاریکی، من از نور امید و مشعل و فانوس میگویم، تا وقتی سرزمین من اسیر ظلم و بیداده، من از طرح نجات مردم محبوس میگویم، میخونم حرف آزادی تا که جون دارم و هستم، من از طغیان بر این دیکتاتور منحوس میگویم، زبان در کام نسپردم به استبداد روحانی، من از نابودی این رهبر دیوس میگویم، برای حامیان اقتدار ملک بی صاحب، من از کاسپیان باخته تو دست روس میگویم، من از برگشتن شادی برای مردمی غمگین، خوشی را جا زدن جای غم و افسوس میگویم، به جای ناله و نوحه برای مرده تازی، من از برپای جشن و سرور و بوس میگویم، منم در انتقاد رسم زشت مرد سالاری، من از برچیدن افسانه ناموس میگویم، من از احیای بخش مثبت فرهنگ ایرانی، من از میراث مانای ادیب طوس میگویم، منم روشنگرم، با ملتم من بعنوس میگویم، من از داروی آزادی از این ویروس میگویم. کریسمس و سال نو میلادی بر شما مبارک. ممنونم، خیلی ممنون، خوشحالم واقعا که این ویدیو بعد از چند روز که شما تلاش کردی به دست من رسید تا بتونم به موقع نشون بدم. خب دیرتر از کریسمس شد ولی اون ایام هنوز هست. دوستان اگر روی فیسبوک هستید ازتون خواهش میکنم به این دوستمون آقای سعید ری توجه کنید. من به ایشون سلام میکنم، ازش ممنون هستم. آقای رضا زرابی، شما به ایشون بگو که آیا داشتن دوستی با این منطق برای شما افتخاره؟ اینجا میگن براتون به اصطلاح لایبیلیتیه یا
یعنی استه یا درد سره. آخه دوست عزیز من، من نمیدونم شما مشکلت چیه. شما طرفدار آقای رضا پهلوی هستی؟ باش، برو دنبالش. من جلوتو گرفتم؟ اگه من جلوتو گرفتم، از خودت بپرس این سعید ری چه آدم بیچاره‌ایه که یک پیرمرد 61 ساله‌ای در یک اتاقی که من اینجا نشستم، واقعا فکر کنم 12 در 12 است. میگم 12 در 12 چون ضربش آسون میشه 144، 144 اسکوئر فیت، یعنی فکر کنم 10 متر مربع هم نیست. مشکل داری عزیز من، مشکل تو آقای رضا زرابی میگه. شما نوشتی درود بر برادر مبارزم جناب زرابی، مبارز راستین و صادق. آقای زرابی دنبال برنامه رو نگاه نکن، برو قسمت خصوصی با این آقای سعید ری صحبت کن. ببین شما که تونستی سربی رو که یه درختی هست، حالا کهنه نمیخوام بگیم تنومند، اینجوری با منطق با حرف خوب قانش کنی که دوستاشو مخالفاشو از توی بلاک آزاد کنه، امروز بیاد شما رو مجانی پخش کنه. سربی که براتون میگم دیروز صحبت شد با آقای چمنارا، آقای چمنارا یه مصاحبه کرده با، در هر صورت شما همه این چیزهایی که گفتی قشنگه، ولی من یه نصیحتی به آقای رضا پهلوی کردم، یه نصیحتی به مسعود رجبی کردم. مسعود رجبی که مرحوم شده فعلا، تا رضا پهلوی زنده است ای کاش این کار انجام بده. بهش گفتم شما دوستان خودتون رو عوض کنید. من نمیدونم بعدشون میگیم رهروان، اونایی که دنبال شما هستن، طرفدارای خودتون رو عوض کنید، رو طرفدارای خودتون کار کنید. این کاری که شماها دارید میکنید اشتباه است. درصد ممنونم ازت که با ما هستی، امیدوارم بیشتر بمونی و امیدوارم تحمل دیدن و شنیدن برنامه‌های منو داشته باشی. بعد تأمل کنی، تأمل یه کمی صبر کردن، فکر کردنه، بعد بری تحقیق کنی، بگی آقا اگه سربی میاد جوک آقای دست غیب رو میگه که وقتی منفجر شد چند روز بعدش تیکه های بدنش رو این برانور دنبالش میگشتن، بیزه هایی پیدا شد آوردن گفتن خب خانمش میشناسه دیگه، نشونش بدیم، گفت نه این بیزه حاج فلانیه، این بیزه مأمور فلانه. بعد سه روز بعدش یک کبوتربازی دوتا بیزه پیدا کرد، گفتن آره این مال دست غیبه چون دیگه قرار نیست بزنی پلو. این جوکو میگه، بلا فاصله هم از مصاحبه خانم فرع دیبا که بیچاره نمیدونم گیجه چیه، آمده میگه که خواستگاریشو تعریف میکنه. ولی ببینید دوستان، فکر کنید خواهرتون با دوستش نشسته میگه من امروز یه خواستگار داشتم، به نظرتون کیه؟ دوست خواهرتون فکر میکنه، میبینه مثلا این با پسر همسایه بوده، میگه پسر همسایه‌ن؟ میگه نه. میگه پسر خالته؟ میگه نه. میگه پسر عموته؟ نه. یعنی کی؟ کسایی که با این خانم نزدیک بودن یا دوست بودن. فرع دیبا، ببین اگه این سعید ری نیومده بود من اینو نمیگفتم، اصلا یادم نبود. فرای دیبا وقتی باش مصاحبه میکنن میگی که اولا من نمیدونم چرا آقای اردشیر زاهدی از فرای دیبا خواستگاری کنه برای شاه، که خود این یه سواله. میگن اردشیر زاهدی اول امتحان کرده جنس رو، بعد دیده خوبه، به شاه گفته جنس خوبیه، خریداری بفرمایید. فرای دیبا میاد به دوستاش میگه که من خواستگار پیدا کردم. میگن کیه؟ میگه آقای اردشیر زاهدی خواستگاری کرده برای یکی از دوستاش. اسم میبرن یا میگن فلانی، ببخشید نمیگه برای یکی از دوستاش، میگه خواستگاری شده از من. چون اگه اینجوری بگه که چنین، اونا افرادی رو که خانم فرادیبا باشون بوده و احتمال ازدواج بوده و اینا، یکی یکی اسم میبرن، انقدر زیاد بوده آخرش میگه نه آقا نیست اینا. میگن خب پس کیه؟ میگه شاه. نمیدونم تونستم جوک رو بگم یا نه، اگه نه میگیم مجید خوشنودی یه دفعه یه ویدیو کوتاه پر کنه بفرسته بیا. در صورت ممنون و متشکرم. به به آقای زرابی که اهل فوش نیست، در متن شعرش دعیوس و فوش هم هست. نه اشتباه نکن، اتفاق قشنگ گفت، گفت منم فوش میدم و ما تو فرهنگمون فوش داریم. شما کتابای ایرج میرزا که دیگه الان نمیخواد بخری، روی اینترنت بردار نگاه کن آقای مجید خوشنودی ببین چیه. چون ببین شما اگه یک کلمه ای رو میدونی
ازش استفاده نکنی اون وقت کم میاری. مثل این دوستان ما میشه که درود ورود میکنن، بعد که میخوای بری خونه میگی سلام داداشتم برسون، چون نداره چیزی که بهش میدونی، فرهنگش ذلیل شده، فرهنگش کم شده. و اگه قبلش برنامه رضا زهرابی رو گوش کرده باشی، کد کرد به اصطلاح نقل قول از صادق هدایت، گفت صادق هدایت هم راجع به فحش و فضیحت و اینها گفته و گفته ما صندوقچه بزرگی داریم از این جواهر فحش، جواهرات فحش، حتما ازش استفاده کنیم. جشن سال نو رو اگه در رودایلند، نیویورک، کانتیکت هستید، این شرق آمریکا، برید این جینیز، بهتونم نشون دادم، عکس تلگرام رو نشون دادم که مثلا آمد نیوز 1200 خورده میفرسته و ویدیوی فری فود. دوستان فکر اونایی هم که گرسنه هستن و اینها باشیم و به اصطلاح اگر یک دستت میرسد کاری بکن. من این ویدیو رو قبلا دیده بودم، برای دوستانم فرستادم، دیدم مورد توجه قرار گرفته، اجازه بدید به شما هم نشون بدم، فقط باید اول پیداش کنم. یک لحظه، این یک گزارشی هست از تلویزیون‌های کانادایی، گلوبال نشنال. بله، این از این، اینم از این، کامرای سه دفعه. Some kindness that often touch us most, and that collectively can make a real difference. A Montreal restaurant owner has figured that out. All he did was start offering free meals to people who couldn't afford to pay. Now, as Mike Armstrong reports, he's touched the hearts of all kinds of people he's never even met. Some things, you know, especially when it comes to something free, there's usually a catch. Sean Jalbert didn't quite believe the sign on this door when he first saw it. People with no money, welcome to eat free. He says he stood in the doorway a little shocked. Yeah, I did. Now, Jalbert had the money to eat. He works just down the street. But he wanted to see if it was true. And I just felt like, you know what? Let's try it out. So Jalbert walked in, pretended he couldn't pay, and then says he was blown away by kindness and respect. Oh, you have no money? No problem. What did you like to eat? And they were just so welcoming. They said, take a seat, take off your jacket. What do you want to eat? Grab something from the fridge, you know, take a seat, you know? I'm from Iran. He's from Iraq. The restaurant's owners say they'd always given away the occasional free meal. They decided to put the sign up a few months ago to sort of formalize it. They say basically because they can give, they do give. People thinking there is cash, but there is no cash, absolutely. If you are hungry, you need to eat, and you have no money, you're welcome. Now, this week, something started to change. It happened after Jalbert posted a story on Facebook that people shared a lot. Well, we're now up to about 5,000. Add to that some media attention, and people started dropping by just to drop off money. This trucker popped in for 10 seconds just to hand over $20. I want to be part of the good deed. They've also been getting calls. This was someone from Ontario who just wanted to say good job. Well, between 4 to 5 people. The owners say they give away about a half dozen free meals a day, but with all the attention, they think that number might be headed up. They're hoping other restaurant owners do the same. But they say giving away food is giving them something they never expected. Their kids are proud of them. And having your children feel pride isn't something you can buy. This is very valuable. Mike Armstrong, Global News, Montreal. بله، به احتمال زیاد شما بهتر از من انگلیسی بلدید. توضیح میده که این دو نفری که با هم شریک هستن، اینها روزانه بین 4 تا 5 تا خوراک مجانی که این آقا گفت 7 دزن یعنی 6 تا به اصطلاح به مردم میده، به این صورت که این مغازه‌ای که داره نوشته هر کسی پول نداره خوراک مجانی. این آقا که خبرنگار بوده فکر کرده که این کچه، کچ یعنی گولت بزنه، شما رو بیارید داخل و بعد مثلا بگه نه اگه میخوای اینو مجانی بگیری باید یه قوطی روغن بخری 20 دلار. و میگه رفتم خوردم و به همم گفت لباس تو در بیار بشین اونجا و نوشابم بخور اینا. بعد حالا بعدش دنبالش نشون میده که چون تو خبرها اومده بوده مثلا یه نفر با ماشین وای میسته، کامیون راننده میاد به اصطلاح پول میده، میگه که خب این 20 دلار هم سهم من، کمک کن. بعد میگه که
اینا احتمالا شما هم این مشکل رو ممکنه با بچه هاتون داشته باشید. بعض وقتا مقصد بچه ها وقتی که نژاد اول هستن اینجا یا مال ما که حتی نژاد اول هم نیستن، اونا هم از کشور دیگه اومدن اینجا، بعض وقتا به پدر مادرهاشون افتخار نمی کنن یا خجالت می کشن مثلا جلو دوستاشون نشون بدن باباشونه که مثلا لهجهش اینجوریه یا باباشونه که مثلا راننده تاکسیه. یا این میگه من به اون رضایتی رسیدم که بچه هم به من افتخار می کنن و همین برای من کافیه. در اصل ممنون و متشکرم. دوستان اجازه بدید ما برنامه را اصلا بر این اساس بذاریم که دوستان مخالف رو بیشتر به اصطلاح ازشون تشکر کنیم، چون مجید که با اخلاق من آشنا هست، از این برنامه که تموم میشه تا برنامه حالا پس فردا که دیگه برنامه نداره ولی تا برنامه دوشنبه 100 تا برای هم جوک میفرستیم، ایمیل میفرستیم، ویدیو میفرستیم. پس ایشون کاملا منو میشناسه، اینقدر منو میشناسه که میگه آقا شما عین عموم هستی، مثل مثلا سیبی که با چاقو دو نصف شده باشه. ولی یه دوستی به نام خانم یاسمین پور احمد که حالا شاید من اشتباه میکنم، چون میدونید بعض وقتا شما یه قطعه فیسبوک رو نگاه میکنید میبینید این داره به یک کسی دیگه فوش میده، بعد شما فکر کنید به شما فوش میده، بعد شما فوشش میدی، بعد اون برمیگرده به شما فوش میده. باز میریم سراغ رضا زرابی. رضا زرابی گو آقا اگه به این فوش ندی، این دیگه خب فوششو داده دیگه، تموم. شما فوش نده. بگو خانم یاسمین پور احمد من از شما ممنونم که داری برنامه من نگاه میکنی، ولی ازت میپرسم، یه جا من گفتم یا یکی گفته گیج جد و آبادته، شما به کی داری میگی؟ خب اسم بنویس، مثلا بنویس سربی گیج جد و آبادته، تا من میگم که شما با من هم عقیده هستی، چون همیشه فکر میکردم جد و آباد ما گیجن. چه خوب شد، کاش که زنده بودن میگفتم که مثلا پدر بزرگ ببین این خانم یاسمینم با من هم عقیده است، شماها گیج بودین، اگه گیج نبودین تو ایران وای میسادین، نمیدونم دوره قاجار تو ایران وای نمیسادین، دوره پهلوی بلند میشدید، به یه جوری خودتونو میرسوندید به خارج. در اصل ممنونم خانم یاسمین پور احمد. بعد نوشتن حیف وقت، این بدترین دشنامه، نمیگیم فحش که بهتون بر بخوره، بدترین دشنامه که خودت به خودت میدی. یعنی چی؟ یعنی شما هنوز نمیتونی تشخیص بدی وقتت رو چجوری بگذرونی. چند سالتونه؟ بذارید من عکستونم اینجا روشن کنم. یاسمین پور احمد. دوستان یه تبلیغ مجانی، تماس بگیرید با اینها، بیشتر این دوستان مجرد هستن یا طلاق گرفتن، میتونید با هم به اصطلاح تماس بگیرید. انشالله این عکسایی که میزنن عکسای مال امروزشون باشه که احتمالاً هم نیست، عکسای هنرپیشه و اینها هستا. بله این خانم یاسمین پور احمد، پور را هم بلد نیست، یا پی پی او آر یا پی او آر پی او او آر یا پی او یو آر بنویسه، نوشته پور احمد، یعنی پر از احمده. حالا من نمیدونم چجوری پر از احمد شده، چون خانم زیبا نواک یه ویدیو این نفر برای من فرستاده بود راجع به سکس ایشون صحبت میکنه، گفتم من زیبا نواک رو میشناسم، سالها پیش دو بار باهاشون مصاحبه کردم و ایشون هم به نظر من با وجودی که فکر میکنه رشته جامعه شناسی خونده و اینها، خود اینم اگه بره پهلوی دکتر روانشناس اشکالاتی هست. کسی که میاد تو خیابون شب کنار خیابون کامینایی که پارک کردن توی اروپا، ایشون تو هامبورگ زندگی میکنه و اینا رو میبره خونه، حالا همومشون میده و نمیدونم بعدم چیزای دیگه بهش میده و اینها، نمیدونم. بعد میاد ویدیو پر میکنه به تعداد شوهرها، به تعداد دوستاش افتخار میکنه و اینها، یه کمی جای سوال داره. دوستان نگاه کنید، این خانم یاسمین پر احمده، عکسش شما نگاه کنید، احتمال زیاد این عکس ایشون نیست. بعد اینا کسایی هم که عکس خودش هم اگه باشه الان چنان پیر و زشت و چاق شده که دیگه روش نمیاد عکس خودش رو بذاره و میره عکس اینو اونو میذاره، احتمال زیاد دماغ جراحی، ابروها خالکوبی. ولی قرار شد ما به اینا بد نگیم، قرار شد فقط تبلیغشون بکنیم. خانم یاسمین پور احمد از شما ممنونه. مجید نوشته، شما دوستانم میتونید بخونه، نوشته که آقای سربی این جوک نبود که شما گفتید، قسمت اولش راجع به دستبیب و بیزه های مختلف و اینها جوک بود، ولی قسمت دوم میگه دوستان فرح میگن اگه همه اینها رو که ما گفتیم نیست، دیگه کسی باقی نمیمونه به جز شاه که خواستگارت باشه.
اینو خودش توی مستند فرع شبکه من و تو گفت، جوک نیست. ممنون و متشکرم. رضا زرابی نوشته هرگاه گفتگوهای شما را میشنوم به یاد زنده یاد هوشنگ پورنگ میفتم. خیلی ممنون که منو به یاد هوشنگ انداختی، که هم یادش رو گرامی بداریم هم یادی از ایشون باشه. من سالها پیش وقتی که این تلویزیون ایرانی اومد و اومدم آمریکا و نگاه میکردم اینا، دیدم یه آدمی میاد، اولا فکر کنم بچه اهواز یا خوزستان بود، بعد با پیرنهای مال هاوایی، بعد این کسی بود که با کلی مصاحبه کرده بود و ولی خیلی بی ادعا، خیلی اینا میگن down to earth، همون کلمه خاکی خودمون رو میگیم ما، down to earth. بعضی وقتا هم اصلا نمیشنست رو صندلی، صندلی اینجا که بود وای میساد و پشت صندلی صحبت میکرد. اون وقتا برنامه‌های ایرانی مثل الان نبود که هر کسی یه تلفن بگیری دستش، یکی با گاری را افتاده میره ترکیه، بعد اونجا نمیدونم از هورهاوس صحبت میکنه، از اون خانم فرهناز بیدخت، اتفاق شیرازی هم هست، و میگن دوستان از روزی که این آقا رفته سراغ این و از روزی که اون به این داده و این به اون پس داده، این خانم ناپدید شده و این خانم کسی بوده که برای اونم خانم آورده. بمانه فرشید نقدی میگه آخه چرا فوش؟ آقای فرشید نقدی از قول من برو یه ماچی به خودت بکن. نمیدونم والا خود منم، ولی آقای رضا زرابی با این ویدیویی که گفت و منم این ویدیو رو تو فیسبوک خودم قرار میدم براش 15 دقیقه یا هرچی بود، توضیح داد که چرا فوش. گو آقا بعضی وقتا انقدر اونای دیگه بهت فوش میدن که شما هم که آدم خوبی هستی از کوره در میری و به اون میگی فلان فلان شده چرا فوش میدی، یعنی داری فوش میدی ولی میپرسی چرا فوش میدی. اینو باید روش کار کنی فرشید جان، برو یه تحقیقی بکن چرا مثلا تو جامعه ما فوش هست. همین آمریکا هم فوش هست. خدایش وقتی من اومدم آمریکا شما توی تلویزیون نه کلمه شت بود، نه کلمه اف بود، نه فلان بود، ممنوع بود. الان فیلماشون از صبح تا شب همینجوری که به زور این گیا رو میچپونن و هی باید همدیگر ماچ کنن و فلان. آقا خب گی مبارکت باشه، این گوردن لیدی درست میگو، میگو آقا من نه کاری به تو دارم، نه کاری به شلوارت دارم، نه کاری به اتاق خوابت دارم، ولی تو هم هی شلوارت و اتاق خوابت نیار به صورت ما تو خیابون به ما نشون بده. جی گوردن لیدی ضمناً کسی بود که تو ماجرای وایت هاوس و ماجرای نیکسون و اینها بود، بعد زندانم رفت، اینجا گوینده رادیو تلویزیونه. ممنونم آقای نقدی. حالا منظور شما نقدی نقدی نمیگیرید یا نقد و انتقاد؟ در هر صورت ممنون و متشکرم از شما. و به این خانم یاسمین یک خاطره ای رو تعریف کنم. یه روزی ما آقای غلام حسین مصباح که اتفاقا اگه بتونم سال 2018 از ایشون هم دعوت کنم، ایشون الان رفته آفریقا و قبلا کالیفرنیا بود، یکی از طرفداران جمهوری اسلامی بود، همه من میگفتن آقا این کانال یک اینو آورده شما چرا نمیاری؟ گفتم آقا من نمیشناسم، ما که همه چیز رو نگاه نمی کنیم، همه چیز رو نمیدونیم، نمیشناسم کیه. گفت غلام حسین مصباح. تماس گرفتیم و جواب داد و بهش گفتیم بیا، و گفت اتفاقا دارم میام، مثلا میخوام برم اروپا، ولی اگه شما بخواید اگه پول پرواز و فلان اینا رو بدیم ما میام چیز میکنیم، وای میسیم مسابقه میکنیم. اون موقع من با تلویزیون رنگارنگ کار میکردم، تا گفتم پول و اینا زیاد بود، شب 2000 دلار قالی فروشا پول میدادن به این تلویزیونا، مثل الان نبود من اینجا التماس کنم وقتی آقای هوشنگ شیرازی یه دستگاه وید بلاستر میخره خوشحال باشم بگم حالا که اون دستگاه خرید منم یه میکروفون خریدم، 40 دلارش رفتم دادم یه میکروفون گذاشتم اینجا. اون وقتا پول بود تو تلویزیون. بمانه آقای غلام حسین مصباح رو ما آوردی، قرار بود من باهاش مصاحبه کنم، من دعوت کردم من باهاش مصاحبه کنم. آقای جلیل بهار خب پیرمردی و احساساتی و اینها، اینم شور و حسینی افتاده بود تو سرش که من میخوام اینو بکوبم. گفتیم آقا اینجا که چی میگفتیم تو شیراز؟ جوغن میگفتیم به اینایی که چی میذاشتن توش میکوبیدن. گفتیم آقا اگه جوغن نیست که بکوبیم، ما میخوام باش صحبت کنیم. اون چی میکنه؟ خلاص این آقا گفت که من پرچم خودم رو میارم. گفتم من تو برنامه هم اصلا پرچم مرچم نمیذارم و به همین خاطر شما هم نمیتونی پرچم بیاری. قبول کرد. آمدیم و آقای بهبهانی اون موقع اینجا بود، نصف روز مست بود، نصف روز اندر مواد مخدر بود. این جوکی هست میگن شیرازی ها روز استراحت میکنن که شب خوب خوابشون ببره،
این آقای بهبهانی وقتی هم سر کار بود رو دوشکای اونجا دوشک فروشی کار میکرد، میخوابید در رو باز میکردید، در میگفت دلینگ، میرفتی اونجایی داشت خورخور میکرد. به من اینم گفت که منم میخوام باهاش مصاحبه کنم و معمولا هم میمد یه دو تا سیگار حشیش میکشید، چشا قرمز خونین. و ما گفتیم آقا اون وقتا برنامه من روز بود، من اصلا دوست دارم برنامه هم روز باشه. ما رفتیم با این آقا، رفتیم چلو کباب شمشیری خوردیم، بعدم رفتیم نشستیم مصاحبه، یا شاید رفتیم مصاحبه چون من معمولا دوست دارم شکمم خالی باشه مثل تنبک صدا بدم. و اول رفتیم مصاحبه بعد رفتیم شمشیری. بهبهانی به من زنگ زد که کجا هستی؟ گفتم شمشیری هستیم. گفت کجا میخوای بری؟ گفتم بعدش ایشونو میخوام ببرم هتل و برم خونه. گفت نه نگهش دار، من میخوام بیام باهاش مصاحبه کنم. گفتم آقا ایشون میخواد باهات مصاحبه کنه، قبول میکنی؟ گفت والله آقای بهارم گفته بیا تو فلان و بیسار و اینها. گفتیم باش. خلاصه ما ایشونو برگردانیم تلویزیونو، ما راهی شدیم اومدیم خونه، نشستیم تلویزیون روشن کردیم نگاه کن. دیدیم چشمتون روز بعد نبینه. اینایی که تو آمریکا میخوان به شما آزادی بدن، میخوان درس دموکراسی بدن و اینها، آمدن و این آمد شمشیر، این آمد پرچمشو گذاشت، آقای بهارم رب پرچمشو گذاشت. خب تا اینجای کار اشکال نداره، مثل دوتا تیم که میان یا پیرنشون کشتیگیرا دو بندر و اینا، خلاصه رنگ خودشونو گذاشتن، پرچم خودشونو. آقا وقتی این داشت صحبت میکرد، آقای بهار کم آورد، این یه آدم پر دانش زیاد داشت و تو این آخوندها بزرگ شده بود و اصلا یکی از دیپلمات‌های آخوندها بود و اینها، که نمیدونم هنوزم با اونا موافقه یا مخالف، احتمالا مخالف. گیر انداخت آقای چیز رو، آقای بهارم دهنش کف کرده بود بیچاره، هر حرفی که میزد مثل این تبلیغای صابون هست، یه سری کف توی استودیو و تلویزیون و اینا پخش میشد. ما گفتیم ما خوب که تو خونه هستیم و الا توف و موف و اینا همه میریخ رو. خلاصه آقای بهار اینجا نشسته بود، دست کرد این پرچم و ورداش، گفت مردشور خودتو ببره و پرچم و پخش کرد، پرتش کرد به طرف دوربین. اینا تو یوتیوب هست دوستان، برید نگاه کنید. خلاصه این آقا هم گفت که من دیگه با شما مصاحبه نمیکنم. گفت حالا کم آوردی؟ گفت نه من با آدم بی منطقی مثل تو مصاحبه نمیکنم. دوستان برنده اون مصاحبه کی بود به نظرتون؟ درست فکر کردید، آقای غلام حسین مصباح. از فرداش یکی یکی مردم زنگ زدن گفتن ما تا دیروز برای این آقای بهار طرفدار مصدق جمهوری چی جبهه ملی احترامی قائل بودیم. خب این چیه که از دیکتاتورها بدتر؟ غلام حسین مصباح اینجا برنده شد. حالا بماند آقای بهبهانی مست و نشه اومده اونجا وایساده، این میخواد بیاد کمک کنه به آقای بهار، هی از اون پشت میگه بذار من جوابش بدم، بذار من جوابش بدم. آقای بهار بهش میگه آقا من احتیاج به کمک شما ندارم. این میاد، ببینید اینا ویدیو هست، اگه یکی لینکش برای من بفرسته نشون میدم. دوشنبه میاد این غلام حسین اینجا نشسته، این آقای بهار اینجا نشسته، این میاد میگه بله سر یک موضوع مشخص من با شما صحبت میکنم، سر رقص عربی. همه گفتن این دیگه چی میگه؟ بهار به اندازه کافی گند زد به این مصاحبه. خلاصه و من هم فقط ردیف کرده بودم این مصاحبه‌مو با ایشون، بهش بگم آقا من مصاحبه‌های شما رو ندیدم، چون ندیده بودم، و هر تعریفی که شما از جمهوری اسلامی میکنی من قبول دارم. حالا یه چیزی از شما میپرسم، شما اشکالاتی هم تو جمهوری اسلامی میبینی؟ میخواستم اینو بپرسم که ماجرا با این آبروزیا گذشت و رفت. اولین جلسه بعد از این مصاحبه وقتی من اومدم، یه خانمی زنگ زد آقای سربی شما چرا آقای غلام حسین مصباحی رو آوردی؟ گفتم ببین اگه فردا خمینی هم زنده بشه من میارم باهاش مصاحبه میکنم، هیتلر هم زنده باشه باهاش مصاحبه میکنم و شاه هم زنده باشه باهاش مصاحبه میکنم، پس چرا نداره؟ به قول ارتش، ارتش چرا نداره؟ ولی من یه چیزی میخوام به شما بگم، هدف از این مصاحبه اینه که شما یه چیزی یاد بگیری. گفت نه من هیچ چیزی یاد نگرفتم. اینو بارها گفتم، دارم برای این خانم چی بود اسمش، یاسمین پر احمد میگم، اسم تو اینا رو درست کن با فارسی هم بنویس که اگر یک کسی هم حالا خواستگاری دوستی چیزی پیدا شد بتونه با فارسی هم بهت چیز کنه، و هم فارسی هم انگلیسی. بعد پور احمد هم جدا بنویسی به نظر من درسته، چون شما پور احمدی وقتی بنویسی که نمیشه پور احمد. anyway به خانمه گفتم که خانم جون امکان نداره مردم از این
برنامه چیزی یاد نگرفته باشن. گفت آقا به خدا من یاد نگرفتم. گفتم شما اگه یکم ساکت باشی با هیجان صحبت نکنی من به شما ثابت میکنم شما یاد گرفتی. هی فریاد میزد که من به خدا چیزی یاد نگرفتم. منم این صدای تلفن رو کم کردم، گفتم این خانمه داره جیغ میزنه، حالا ممکن بازپخشش بیاد ببینه. خانم شما یاد گرفتی که برنامه سربی رو دیگه تماشا نکنی، چون سربی فقط تعریف پادشاه نمیکنه. سربی مثل آخونده های نمیدونم تلویزیون آخونده تعریف آخونده رو نمیکنه. سربی بعدشونو میگه، خوبشونو میگه، مصاحبه میکنه، از شما هم دعوت میکنه و شما یاد گرفتی که اینجا به دردت نمیخوره. درصد ممنونم خانم یاسمین، وقتتو دیگه تلف نکن و نیا اینجا که بعد قبطه بخوری که وقتت تلف شد. این وقت عزیزی که شما، من نمیدونم، بیا به ما بگو کجا هستی، چه کار میکنی، تا ما هم اون کار انجام بدیم و از زندگیمون بیشترین به اصطلاح بهره رو ببریم. اگه بدونید چقدر فیلمو نوشته براتون دارم که نشده پخش کنم، میگید آقا اینا رو ول کن، عینک بزن یا مثل اون اسبه فیسبوک رو نبین، چون اون وقت تا فیسبوک هم این ور بود. یادتونه بهتون میگفتم فیسبوک اینجاست نمیتونم بخونم؟ این تلفن رو روی یه چیزی اینجوری گذاشته بودم، این جلو بود و چون ما پیر هستیم اینجا نمیتونستم بخونم. آقا برنامه‌های من تا 4 برنامه قبل همش با یه تلفن پخش میشد، پس اون حرف شما درست نیست آقای متخصص اپل، آقای مجید خوشنودی. خب دوستان عزیز، ساعت 3:57 دقیقه است. چون من همیشه تا 4 بحث میکنم، بعدا خداحافظی میکنم، دیر میشه 1-2 دقیقه و از دیر بودن به شدت متنفر هستم، اجازه بدید همینجا از شما خداحافظی کنم، بهترین ها را آرزو کنم براتون. فکر کنم بهترین آرزویی که میتونیم برای همدیگه بکنیم اینی که آدمای بهتری بشیم، انسانهای شریفی باشیم. به قول دوستمون فوش، اگه یکی فوش داد ازش بپرسیم فوش برای چی؟ آقا شما که اینجا میتونید درست حرف بزنی، شما که منطق داری، چرا فوش استفاده میکنی؟ بیان بگیم به امید این که چی بود؟ گفت خوشسالی و دروغ نباشه، به امید این که فوش هم توی فرهنگمون کم بشه. باشه یه جاهای لازمه دیگه، یکی میپیچه جلوت باید یه فوشی بدی، بعدم چرا فوش خار مادر میدی؟ چرا؟ البته اون دب به یکی گفتم چرا بابا فوش پدرم میدن، میگن پدر سوخته. گفت نه آقا اونم فوش مادره، یعنی یه سیاخانی که نوکر خونتون بوده اومده با مامانت، بله شدی حالا تو بچه اون، پدرت سوخته سیاهی بود. دوستان عزیز ممنون و متشکرم که با ما بودید. اگر چیزی یاد نگرفتید تقصیر خودتون بوده. فلسفه من اینه که در تلویزیون برنامه این نیست که شما چیزی یاد بگیرید، برنامه اینه که شما از یاد گرفتن غافل بشید بیاین اینجا. بارها گفتم شما اگه یک کاری داشتید که انقدر مهم بود اینجا وقت عزیز و گرانبهاتون رو تلف نمی‌کردید. راستی وقتتون عزیزه؟ وقتتون گرانبهاست؟ روزهای دیگه چه کار می‌کنید؟ من که در هفته 6 ساعت برنامه دارم، 6 ساعتم برنامه اون دوستمون از خلیج فارس پخش می‌کنم که حالا یا دوشنبه یا از چهارشنبه سوم با شما خواهم بود. مهمون میارم، با آقای رضا زرابی هستیم، گاهی با دوستان دیگه هستیم. 6 ساعت در هفته جنبش شما را عقب انداخته. خب پس یک اشکالی توی جنبش شما هست. روز روزگار به شما خوش. امیدوارم که با انتقادات خودتون، با پیشنهادات خودتون برنامه های ما رو بهتر کنید که هیچ کسی پیدا نشه بگه حیف وقت. روز روزگار بر شما خوش. مرسی.